عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه هست، 26 ماه دسامبر سال 2021، برابر است با 5 دی ماه سال 1400 خودمونی. اون 3 ماه دیگه میشه 1401، این یکی 3-4 روز دیگه میشه 2022. در هر صورت به پایان هر دو سال داریم نزدیک میشیم. ما هم شدیم دوزیستان، با اینا جشن میگیریم، با اونا، با هیچ که عزا نمیگیریم. عزا چی؟ عزا به درد نمیخوره. مرد مرد دیگه، تموم شد رفت دیگه. از پدر و مادرامون که نزدیکتر نیستن، بنده خداها وقتی فوت میشن میرن در میگذرند. تموم شد رفت دیگه. حالا شما بشین بزن تو سرت، بعد تازه این به باور خودت داری بی احترامی میکنی، چون خودت میگه اونایی که میرن میرن یه جای بهتر دیگه، اگه رفتن یه جای بهتر چرا تو سر خودت میزنی؟ خب دوستان عزیز، چه کردید در این ایام کریسمس؟ شما هم مسافرت رفتید، گیر افتادید توی فرودگاه ها یا نه؟ خب اینجا در آمریکا حدود 1700 تا پرواز یه جا کنسل شده بود یا جابجا شده بود، دیلی شده بود، به تاخیر افتاده بود و مردم صداشون در اومده بود، ولی چه کار میتونن بکنن؟ هیچ. یعنی واقعا مردم چه کار میتونن بکنن؟ پتیک عزیز برای من نوشته بود که اینجا وقتی ترافیک زیاد میشه، این تول رود تو ایران نمیدونم چی بهش میگن، هزینه، نمیدونم جاده، وقتی شما میری هزینه میدی چی بهش میگی؟ اینجا بهش میگن تول، یعنی یه پولی باید بدی. اون جاده رو میگن تول رود. خلاصه همینجا توی واشنگتن شما هی که ترافیک زیاد میشه، هی این پول میره بالا. یعنی یه بیچاره نمیتونه حساب کنه که من امروز میخوام برم واشنگتن برگردم مثلا 40 دلار پول تول رود میشه، یه دفعه میشه رفت و برگشت 100 دلار. خب بهتره که بشینه تو خونه کار نکنه. یه دوستی داشتم تو رادیویی بود توی آلمان، میگفت من وقتی میرم سر کار حقیقتاً ضرر میکنم، ولی به دلیل اینکه دوست ندارم خونه بشینم بیکار میرم سر کار. یه دوست دیگه ای داشتم 30 سال پیش، باهاش کلاس انگلیسی میرفتیم، یه روز مریض شد نیومد و گفتیم چه حال چه خبر؟ گفت خیلی خوشحال بودم دیروز. گفتیم چرا؟ گفت 2000 دلار سیو کردم. سیو کردن یعنی پسنداز، حالا میشه گفت به دست آوردم یه جوری، ولی پسندازه. گفتیم چه جوری؟ گفت هی تبلیغ نشون میداد، میگفت اگه اینو بخری 200 دلار سیو میکنی، اگه اینو بخری 500 دلار سیو میکنی. اینم تازه کردیت کارت اومده بود دستش، هی میخریده. گفت من امروز 2000 دلاری سیو کردم. گفتم حالا صبر کن آخر ماه ببینی چه به روز خودت آوردی. خب این آقای زمانیان مثل که با 2 سربازی من در 2 لشکر و 2 تیپ راضی نبوده، الان باز به جای سوربی نوشته سلام سرباز جان. آقا بسمونه، این سربازی هم یک کوفتی بود که هر کسی که بدعتش رو گذاشته بود غلط غلط درست شده بود و خشت اول چون نهد معمار کش تا سریا میرود دیوار کش، همونجوری که نشون داد هم دوره رضاشاه سربازای سرباز بیجیر و مواجب که نمیاد بره به جنگ با دشمن، اون بیچاره‌ها که جیر و مواجب که نداشتن هیچی، اسلحه و توپ و تفنگ هم نداشتن. شاه هم مردک دیوانه اومده بود به قول خودش ارتش نمیدونم خاورمیانه و فلان، 70% ارتشش سربازای وظیفه بودن. سرباز وظیفه آرزوش چیه؟ که زودتر خدمتش تمام بشه بره. بعد به اشتباه میگن وظیفه. وظیفه موقعی که به شما پول بدن، در قبال پولی که میدن از شما وظیفه بخوان. خدمت بله، وقت این مسخره تر بود، خدمت نظام وظیفه. کلمه خدمت که با وظیفه نمیشه توی یه جمله باشه. خدمت کاریه که من برای خوشحالی خودم، برای خوشحالی طبیعت، برای خوشحالی خدا، هر چیزی یه کاری انجام میدم، حالا یه خدمت به خلق یا خدمت به طبیعت و الی آخر. نمیشه که بگی خدمت وظیفه، ولی چه کنیم، همه چیز ما خر تو خر بود و من و شما هم یکی از همون خرا هستیم. حالا آقای کاووسی امیدوارم حالش خوب شده باشه، برگشته باشه،
و هی خودشون نکشه کنار، بگه ایرانیا، بگه ما، بگه آقا ایران خر تو خر بود، منم یکی از اون خرا بودم، حالا اگه خاصی بگو شیر تو شیر بود، منم یکی از اون شیرا بودم. و امیدوارم یه روزی برسه که اوضاع درست بشه. و اما دو تا کتاب براتون دارم از آقای علی اکبر خلصی بوشهری. من همش میگفتم چرا پسر ایشون که انقدر انگلیسیش خوبه این خالصی رو اینجوری مینویسه. بعد گفتم شاید تو آمریکا این آمریکایی‌ها مسخره کردن، ا رو میگه ای، ت رو میگه د، بعدم خودش قاطی میکنه نمیفهمه تو چی میگی، نمیفهمه خودش چی میگه. آقای علی اکبر خان، این دوست ما از بوشه، فامیلیش خلصی هست که هم معنی خالص هم میده. حالا چرا اسم ایشون خلصیه و خالصی نیست، خودشون پیام بذارن در برنامه آینده. و پیام اگه خواستید بذارید، ساعتتون رو نگاه کنید، 2 دقیقه پیام بذارید. لازم نیست شما وایسی تا قطع بشه بعد متوجه نشی کجا قطع شده. 2.5 دقیقه پیام بذار، شما که میدونی این 3 دقیقه است. ببینید کارهای کامپیوتری، کارهای دیگه، هر چیزی یک کلکی داره. تو ایران هم یادتونه مثلا طرف راننده بود ماشینش خاموش میشد، همینجوری که پاش رو ترمز بود یک گازی هم با بغل پاش میداد که خاموش نشه، یا میدونست چه کار کنه مثلا تو دندن. یه چیزای اینا تریکه، بهش میگن کلک های یک شغل. لازم نیست کلک ها بد باشه، به کسی کلک بزنین. حالا که راضی به رانندگی شد دوستان، در ایران مثل که ماشین های اتوماتیک زیاد شده، متاسفانه اولین کاری که انجام میدیم رانندگی اشتباه این ماشین های اتوماتیکه. ماشین اتوماتیک به دلیل اینکه کلاچ نداره، شما باید پای چپت رو آزاد بذاری، نه پای چپت رو ورداری بذاری رو ترمز و به قول خودشون دو پایی رانندگی کنی. یه فیلم ایرانی دیدم، ماشین دود و اینها زده بود کنار، پسر اومد به خانم، البته اونجا دیگه همش متلک و شوخی، گفت دو پایی رانندگی میکنی؟ خانم یه نگاهی کرد، خب یعنی بله من 2 پا دارم. منظورش این بود که یه پاد روی گاز، یه پاد روی ترمز، و این کار غلطه. شما باید گاز بدی، هر وقت میخوای توقف کنی پاتو از روی گاز بردار بذار روی ترمز. حالا چه ضررهایی داره این پا رو رو ترمز و گاز نگه داشتن؟ برای اونایی میگم که بگن نه آقا چه اشکال داره، 2 پا داریم استفاده میکنیم، اینجوری سریعتر میتونیم ترمز بگیریم. نه عزیزم، اینا کلکاییه که به خودت میزنی، خودت رو راضی میکنی. ببین وقتی پاتو میذاری رو ترمز، هرچی هم بگی نه فقط حایلشه، نزدیکش نگه داشتم، شما داری ترمزتو همینجوری مصرف میکنی. به راننده های پشت سرت با اون چراغ ترمز سیگنال عوضی میدی، بعد گاز که میدی حد اکثر سوختت برای ماشین مصرف نمیشه، نصفش مصرف میشه الکی، چون خودت داری ترمز میزنی، یعنی سوختت رو میبره بالا، مصرف ترمز رو میبره بالا، خطر آتش سوزی در ترمز یا اون بریک چی میگه، لنت ترمز میبره بالا. بعدم پشتریات میبینن شما همیشه پاتو گذاشتی رو ترمز، قشنگ مثل آدمیزاد پاتو بذار سمت چپ، یه جای درست کردن، یه جای برای رست کنه، برای پات چیز کنه، قشنگ بذار اونجا، اگرم نمیتونی پاتو ببند به دستگیره. چه میدونم با. سلام به همه. آقای شاهین غلامرضایی، محمد، نمیتونم درست بخونم، حاتمزاده، فقط جنگ مردم عاقل هستن توان ندارن. اصلا نمیفهمم شما چی میگی، فقط جنگ مردم عاقل هستن توان ندارن. جنگ با کی؟ جنگ چرا؟ شما خوندی ما اینجا نوشتیم، شادم نیستش، بذار ببینم هستش. ما نوشتیم در تلویزیون مردم در تلویزیون مردم باور بر این است که جنگ و کشت و کشتار به جایی نمیرسد، دنیا را بدتر از امروز و فردا امروز خواهد کرد. تلاش ما بر این است که قدم به قدم با آموزش و آگاهی به دموکراسی و آزادی بیان برسیم. اگه شما هم با ما هم عقیده هستی، لطفا تلویزیون مردم را مالی معنوی و نخواستی حمایت کنید، منتظر حمایت های شما هستیم. یه اولاغی که خودش اذعان کرده طرفدار یا بیننده این سعید بهبهانی معتاد هست، تماس گرفته گفته برو از اون یاد بگی، 118 نفر حمایتش میکنن. خب یکیش حتما توی احمق هستی،
خب حمایت میکنی که میکنی، برو همونه نگاه کن. ولی نگاه کن اولاق، اگه برنامهاش خوب بود دیگه تو احتیاج نبود بیای اینجا نگاه کنی، بعدم زور به اقلا احمدنژاد بود گفته بود بگید کجاتون میسوزه تا ما ببینیم کجاتون آب بریزیم، و زنگ میزنی اینجا میگی خب اون حامی داره که داره، اون خیلی حامیای دیگه داره، شما خبر نداری، برو ببین از کجا پول بهش میدن، میره سوئد تنبونش از کونش میکشه پایین. اگه یه روزی مرد شدی، انسان با شرفی شدی، شهامت داشتی، اومدی قشنگ وایسادی اینجا حرف زدی، تصویر تو مردم ببینن، اون وقت من باهات حرف میزنم. تا اون روز به قول دوستان ایرانی فعلا خفه. آقا این زمانی این فعلا تو ایران یعنی چی؟ یعنی خدافظ؟ چیه هی به هم دیگه میگن فعلا؟ چرا میگن فعلا؟ چی بود توی آلمان میگفتیم؟ بیس لیدر یه چیز اینجوری میگفتیم، یعنی تا بعد. در هر صورت ما ایرانی ها قربون همدیگه بریم، خیلی باحالیم. امروز یه جایی خوندم، بذارید بهتون نشون بدم. نوشته بود در پروژه فلانی، کجاست این خانم یک ایرانی، بذارید ببینم اکثر میتونم بیارم اینجا. بله آمد، ببینید شما میتونید نگاه کنید پلیر دو، اول این 10 ثانیه اینو خاموش کنم. بله من اینو بازی کنم اینجا بتونم بخونم. نوشته یه آقای به نام بهادر بختیاری، یک ایرانی در تیم علمی تلسکوپ فضایی جیمز وب که متعلق به ناسا است، به نام آیرین شیوایی یا شیوایی، محقق مقطع فوق دکترای دانشگاه آریزونا و عضو تیم علمی جیمز وب، از دانشگاه ایرانی از دانشمندان ایرانی در توسعه این تلسکوپ بسیار مهم نقش بسزایی را ایفا کرده است. برای این دوستمون نوشتم آقا ما ایرانی‌ها هنوز نمی‌فهمیم آمریکا یه کشوری مال همه، شما نمیتونی بیای بگی یه ایرانی، اینی که اومده اینجا یعنی من دیگه ایرانی نیستم، من از ایرانی بودن خودم خسته شدم، من میخوام آمریکایی باشم. و یادتونه سر این آقای فیروز نادری علم شنگه ای در آورده بودین، اون آقای شهرام همایون استدیوی نادری، اون یکی نمیدونم بنده خدا، این آقای فیروز نادری همشهری ما هم هست، مثل که 70 سالشه هنوز زن و بچه‌ای هم نداره. بگذری آقا اینجوری نیست، برید ببینید چند نفر تو ناسا کار میکنن، چند تاش هندیه، چند تاش چینیه، چند تاش ویتنامیه، چند تاش ژاپنیه، این چیه؟ ما تا یکی میاد یک اصلا اگه این نبود این فانوس بالا نمیرم، این نمیدونم چی اسمش ستلایت بالا نمیرم. البته یکی قشنگ زیرش نوشته بود، نوشته بود آقا چرا اینقدر پول خرج میکنن، چرا اینقدر خودشونو به زحمت میندازن، همه این اکتشافات و اختراعات در کتابهای مذهبی سالها قبل نوشته شده، طعنه زده بود به کتاب تورات، به کتاب انجیل و قرآن. تقی رحمانی شوهر نرگس محمدی، زنش توی ایرانه، خودش شب تا صبح تو کلاب هاوس. من نمیفهمم این نرگس محمدی اونیه که زندان و اینا بود یا یه هنرپیشم هست، یه خانم جوونیه. اجازه بدین دوستان من یه چیزی یادم رفته، الان برمیگردم خدمتتون، یه لحظه. و امروز خبر خوب این که با آقای قاسم میگم همایون هوشیار نژاد، با آقای مهدی مهران نژاد هستیم که کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران رو نوشتن. ساعت 3:30، یک لحظه من میام الان خدمتتون. و بله اجازه بدین، گفت یک لحظه سکوت، 100 خرمن گل است، این خرمنان گل تقدیم منزلت. و بعض وقتا واقعا سکوت خیلی خوبه. یه نفر گفت که 2 سال یاد گرفتم که چگونه حرف بزنم، 50 سال یاد گرفتم که چگونه ساکت باشم. خب میگه که دقیقا هر چه میشه میگیم کار مهم رو ایرونیه کرد تو ناسا، بقیه یه مش فلج هستن. شاهین میگه شاهین تو هم من آینده روشنی برات نمیبینم، تو هم مثل خود من
نه پک پولی گیرت میاد و یه مشتی احمقی هم بهت حمله میکنن. حالا کی باشه تا ببینیم. من یه چای آوردم با عزتو نوش جان کنم به سلامتی شماها. دوستان تصویر امروز چگونه است؟ باید از شاهین سوال کنم. شاهین غلام رضایی. خب شاهین 2000 رو برید نگاه کنید، ویدیوهایی که میذاره. فعلا هنوز اینجا وقتی میرن دانشگاه میگی چه رشته خوندی، چه رشته انتخاب کردی، میگه هنوز undecided هستم، یعنی هنوز تصمیم نگرفتم، یعنی مثل رشته عمومی. اینو میخونه، اونو میخونه که بعد یه چیزی میشه. چای نوش جان خیلی ممنون آقای موثقی عزیز، دوست خوبمون از آلمان. و آلمان خیلی قشنگه، ایام همین کریسمس و ویناختن سال نو اینها. و اگه دوره شاه بود بعدش هم میان این گدگودهای ایرانی عقده‌ای، چیزای کهنه نه، چیزای بنجل آلمان که آلمانیان نخریدن و میخوان یه جوری از دستش راحت بشن، اینا میخرن میبرن ایران جلو فامیل پوز میدن. یه چیز دیگه هم که خیلی رایج شده بود این بود که هر کی میمد یه ماشینی میآورد، یه مشتی هم لباس میآورد، این لباس ها رو به فامیل و دوست و همکاراش میفروخت، خرج سفرشون در میمد. بعد پوز میدادن، چوسی میومدن که ما سالی یه بار میریم مسافرت آلمان. یکی نبود بگه بی پدر مادر، تو هم مثل راننده ترانزیت داری رانندگی میکنی، میری و برمیگردی، زحمت میکشی، افتخار کن به زحمتت، ولی پوز به این و اون نده. حالا که دیگه ترکیه جای آلمانو گرفته. آقای سوربی تشریف بیارید در خدمت باشیم. آلمان فرانسه، این آلمان فرانسه یعنی چی؟ یعنی شما هم آلمان هستید هم فرانسه هستید. یه دوستی از همکارای ما میخواست ازدواج کنه، گفت و با فامیلشون که تهران بودن ازدواج بخواست کنه و اینها. بعد گفتیم گاه همه تون دعوتین، گفتیم خب کجا بیان، کارت میدن معمولا بر عرصی. گفت تو تهران رسمه وقتی ازدواج میکنن شب عروسی میرن دور میدون شهیاد میچرخن. گفتم خب پس ما وایسیم، شما وقت دور میدون شهیاد میچرخین بوق میزنین مردم فوشتون میدن، اون موقع تازه ما شما رو ببینیم. بعدم اگه یه چیزی دیدی اون موقعی که دیگه اینا عروس رو میخواد ببره مثلا خونه خودش، حالا یا سالون بوده یا خونه باباش بوده، هرچی. خلاصه کارمون امروز خراب نشده دوستان، کارمون خراب بود. این جمله رو یادتون باشه، خراب بود خرابتر شده، خراب بود خرابتر شده. برید این بی بی سی گزارش تهیه کرده راجع به کربلای 4 و کربلای 5، ببینید این مردک مضحک محسن رضایی چی میگه. بعد ببینید اون قاسمی میاد میگه نه این فکر کنم اینجوری میگه، میگه بله منظور من اینجوری بوده. و ببینید اون رفسنجانی گور به گور شده که حالا تازه دختر پتیارش بهش افتخار میکنه، ببینید چه جوانهایی رو اینا به کشتن دادن. چون معروفه میگن اینها از روی عشق، از روی علاقه، از روی منطق و از روی حساب کتاب کربلای 4 و 5 و اینا رو راه ننداختن، از روی عشق و علاقه به خمینی که نشسته تو جواران و مردم بیچاره رو هی برید اینجا جنگ اونجا جنگ، جنگ نعمت الهیه و الی آخر. اینا رو باید یکی یکی محاکمه کنن. البته یه نظمی تو طبیعت هست، همین که این پسر محسن رضایی میاد این کجا بود، ترکیه بود کجا بود، بعد کشته میشه فلان و اینها، با وجودی که آمریکایی‌ها میرن همه وسایل رو براش ردیف میکنن و اینها بمانه. دوستان عزیز من یه دستی هم به این لنز دوربینمون بکشم، دیدم خاک اومده روش، ببخشید. خب خیلی دیگه با هم خودمونی بشیم. حالا اینجا هم نور آفتاب اومده، یه لحظه صبر کنید. دوستان میگن آقا همه کاراتو بکن بعد برنامه رو شروع کن. این چیه؟ میگی وایس تا من بیام، وایس تا من بیام. یه لحظه باز هم ببخشید. بله این نور آفتاب اینجا ما رو اذیت میکرد. دوستانی که میخوان ویدیو تهیه کنن یادتون باشه حتی المقدور، یعنی تا اونجایی که قدرت دارید و میتونید از نوری استفاده کنید که از اول برنامه تا آخر برنامه ثابت باشه. حتما دیدید مخصوصا این زمستون تابستون
آفتاب یه بار اینجوری میره یه بار اینجوری میره و اینها، شما میبینید برنامه رو شروع میکنید نور داشته فلان اینها، بعد تاریک میشه برای که مثلا 2 ساعت نشستید آفتاب تغییر کرده و الان هم که دیگه از پاییز رفتیم زمستان. راستی شب یلداتون چطوره؟ طرف به شوخی نوشته بود که از این به بعد فقط روزها بلند میشه. اینم فارسی ما، مواظب باش. خب همه این سران حکومت باید محاکمه و به سزای جنایت‌های فاشیستی برسن. آفرین، من با شما هم عقیده و معتقد هستم. و میگه بله از مارک ها خرید میکردن و اینم از این. اتفاقا وقتی که آقای مهدی مهران نژاد بیان که این کتاب رو نوشتن، اون موقع من ازشون سوال میکنم آقا همه جای دنیا رسمه که از حکومتی که سر کار هست شما انتقاد کنی و حکومت نگاه کنه جوابگو باشه، اگه ببینه شما درست میگی بره اشکالاشو برطرف کنه. بله شما حق داری تبلیغ کنی، دیگران حق دارن تبلیغ کنن، ولی مردم هم حق دارن انتقاد کنن، مردم هم حق دارن قانونن اینا رو به دادگاه ببرن. حالا یکی یکی که در میرن و هم از دست قانون دنیا و هم از دست به اصطلاح محاکمه شدن در میرن، ببینیم چه خواهد شد. برگردیم به آقای خلصی یا همون آقای علی اکبر خالصی بوشهری. دیگه نگفتم آقای اکبری یا اکبری جان شکایت نکنی. ایشون دوتا پیام گذاشته، من سعی میکنم پیام دوم ایشون رو پخش کنم، چون پیام دومشون میگن من نفهمیدم کجا قطع شد و تکراره، تقریبا تکرار مکررات که میگن یا تکرار پیام اولی. دوستان اگه میخوان برای تلویزیون مردم چیز بذارین، سعی کنید. حالا ساعتهای جدید ثانیه شمار نداره، ولی با همون دقیقه شمار هم میشه، همون 2 دقیقه خوبه. شما اگه دیدید الان مثلا 2:21 تا 2:23 یا ماکزیموم تا شد 2:24 قطع کنید، دوباره پیام بذارید. و پیشنهاد میکنم حتما 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 سرتیتر بنویسید برای خودتون، هدلاین بنویسید. مثل همین که من ببینید نوشتم کتاب گویا خاطرات، همه داستان رو ننوشتم، ولی اینو که میبینم یادم میاد که بگم آقای خلصی من چند تا از داستانهای کتاب شما رو خوندم، خیلی شیرین، خیلی روان و حسن دیگرش کوتاه. من به شما پیشنهاد میکنم، به حسین آقام بگو اگه خواست من این کار رو برات انجام میدم مجانی، کتابت رو گویا کن. اینی که شما گفته بودید منتشر کنید و اینا، خودتون دیدید تو پیامتون هم گفتید که اون شرکت انتشارات و فلان و اینها قولایی که میدن عمل نمیکنن، یه جورایی به زبان ساده پولتون رو میخورن بالا میکشن. خب شما این کار رو نکن. شما پی دی افش رو داری؟ من لینکش هم میذارم برای دوستان اینجا. پی دی اف رو بیار خودت بخون، هر دفعه 2 تا داستان، 2 دقیقه 2 دقیقه 2 دقیقه بذار، من برات همه اینا رو میچسبونم به هم، میکنمش یه کتاب قشنگم، میتونی صفحه به صفحه بخونی، بگی صفحه فلان این صفحه. و بعد اگه خواستی یه پروگرامی برات میفرستم بذاری رو کامپیوترت یا رو تلفنت که دیگه محدودیت 2 دقیقه و 3 دقیقه هم نداشته باشه، بتونیم چند ساعت صحبت کنی. ولی شما اگه نمیخوای خودت خسته کنی، هم نیم ساعت اینجا، 1 ساعت اونجا، 10 دقیقه اینجا. بله هنوز هم همین جوریست، جنس دست دوم میبرن ایران میفروشن، پول بلیتش در بیاد. ببین به قول آمریکایی‌ها nothing wrong با این، هیچ اشکالی نداره. شما اگر زاهدان رفته بودید یه جایی بود، فکر کنم بازار رسولی بود، کجا بود، کت شلوارای میورد، این کت شلوارا بعدن معلوم شد که کشورهای دیگه که کمک میکنن به افراد بی بضاعت در دنیا، یه عده زبل اینا رو میگیرن میارن میفروشن. بازم عیب نداره، بازم یه نفر اگه نمیتونست اون موقع مثلا 800 تومن بده یه کت شلوار، میره با 100 تومن یه کت شلوار میگرفت، آبروش رو حفظ میکرد. اینم عیب نداره، ببرن بفروشن، ولی دیگه چوسی نیان.
تو سرشون بخوره این چوسی اومدنشون. همون چوسی اومدنا از اون شاه احمق برید ببینید گهواره بچهش رو فرستاده خارج براش درست کنن. آخه ما این همه نجار، منبتکار، صنعتکار تو ایران داشتیم، باید گهواره این رضا پهلوی کوفتی رو شما از خارج درست میکردید. دوستان یکی اگه اون فیلم رو داره اینجا لینکشو بذاره تا مردم فکر نکنن من دیوونه شدم دروغ میگم. مردم ایران این وقت گرسنگی تو خیابون اونجوری، بچه ها تو جوی آب و اینها، زنا برو سر جوی آب لباس بشور و اینها، اون وقت برای این عقب افتاده گهواره از خارج درست کنن و ببینید چند نفر میان اینو میذارن تو قطی و میارن بالا و فلان اینا. خب اینا همش خرجه، رو این خرج رو شونه کیه؟ مثل الان خرج این آقازاده ها رو دوش کیه؟ رو دوش مردم ایران. پس یادتون باشه ما تو بهشت برین زندگی نمی کردیم، توی دوره یه شاه کمدان احمق پرمدعا زندگی می کردیم. اوضاع خیلی خراب بود، الان خیلی خرابتر شده. حرفی دارید بیان جلو مثل آدم حرف بزنید، حرفی ندارید نمیگم خفشید، بشینید گوش بدید تا یاد بگیرید. امروز من خیلی عصبانی هم، حمایت یادتون نره. خب همه این سران حکومت باید محاکمه شون. تا اینجا با شما هم عقیده و همراه هستیم. آقای خلصی رو ببینم میتونم پیامشون رو پیدا کنم یا نه. روی برنامه لایو شو میایم دو تا پیام و ببینیم که بله با 626 اینجا 3 تا پیام داریم. حالا ببینیم شاید این باشه پیام دومشون. دسامبر 21st، نه احتمالا این نیست چون حالا شاید هم باشه چون 19 هم بود احتمالا هست. حالا بالاخره احتمالا هست یا نیست. چی شد خدا یا کجا را فکر کنم اینه. آقای سوربی سلام و ارادت الاجبر خالصی بوشهری. 20 سال است که در آمریکا به سر میبرم. نه اینو گوش دادیم. 2 سال است که با رسانه شما آشنا شد. اینو گوش دادیم اون روز. چجوریه اینجا نوشته 21 ولی ما 19 هم گوش دادیم. خلاصه قاطی قاطی هم اصلا اب نداره. خلاصه یا لب به کلام این بوده که آقای خلصی یا خالصی خودمون میگه که برای نشر کتاب پول داده به یه شرکتی، گفتن نمیدونم اینقدر، بعد عوض کردن گفتن اینقدر. جالب اینه که طرف اول بهش گفته شما این پولو بده که اگه قیمت هم رفت بالا ما زیادتر شما رو چارج نکنیم، ولی با همه اینها از 2 میلیون رسوندنش به 10 میلیون آخرم کار رو درست انجام ندادن. ببخشید من این پیام ها رو باید واقعا یه ترتیبی براش بدم، هنوز نمیدونم چجوری میتونم این رو ردیف کنم که این خود آدم ناراحت میشه وقتی نشسته اینجا. و اما تلفن زدن ما ایرانی ها، طرف جواب نمیده، به جای پیام گذاشتن با یه شماره دیگه تماس میگیریم. عجب جانی دلار هست. جانی دلار میدونی کی بود؟ جانی دلار، فامیلیش دلار، همین دلار آمریکا بوده، ولی چون اینها به دلار میگن دلار، توی ایران همون جوری گفته بود جانی دلار، در صورتی که اونجا باید برای من و شما میگفتن جانی دلار. اون کاراگاهی که میومد و اینها، این جانی دلار بازی کردن ما از وجودمون بیرون نمیره. مثلا فکر کنید شما بیاین در بزنید، من به هر دلیلی شما رو دیده باشم، توی توالت باشم، داشته باشم توی گاراژ کار کنم، داشته باشم توی استدیو یه فیلمی، نتونم یا نخوام، هر دوش حق منه که نخوام با شما صحبت کنم. اون وقت شما این در رو ول کنی بیری مثلا بیای از اون پنجره تق 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 بزنی پشت در. این کارهای زشتمونو بذاریم کنار. اگه طرف نیست در میزنید، یه یادداشت براش بنویسید، سوربی من اومدم ساعت فلان شما نبودید، وقتی اومدی یه تماسی با من بگی. بعدم سرزده، این سرزده درسته یا سرنزده؟ اینجا میگن انانانس یعنی نگفته. نرین خونه اینو اون الانی که همه تلفن دارن، تلفن بزنید، قرار بذارید، حتی خونه خالتون، خونه عمتون،
خونه داداشتون. به اون احترام بذارید، احترام خودتونم ببرید بالا. پس این در زدن و خونه رفتن و فلان اینها یه جا، تلفن اگه میزنی طرف جواب نمیده، پیامگیرش روشن شد، یه دو سه ثانیه هم گوش دادی پیامش رو، قطع نکن با اون شماره تلفن دیگه. آقا هر کدوم این روزا دو سه تا تلفن داریم، این کار زشتیه. با اون یکی زنگ بزنم، پیام نذارم، دوباره زنگ بزنم، همون مرتبه اول، نمیخوام بگم جونت بالا بیاد، همون مرتبه اول مثل یک انسان فهمیده زنگ بزن. سوربی زنگ زدم، اصلا لازم نیست بگی زنگ زدم نبودی، خب همین میگی سوربی من میخوام مثلا 50 دلار حمایت کنم. چه جوری؟ که منم بگم بابا اونی که میخواد حمایت کنه مثل اون احمقی که میدونه چه جوری مزاحم بشه، از انگلستان و اینورور زنگ بزنه پیام بذاره، میدونه از طریق زل میشه، زل مینیسه زله، با بانک از طریق پیپل میشه، رو وبسایتمون هست مردم tv.com، از طریق فیسبوک میشه، از طریق هر چی بگی شما میشه. درسته. اینم از این میگه که من یادمه بچه بودم یهو 20 نفر سرزده نهار میومدن غذا. این سرزده درسته یا سرنزده؟ کلمه را یه کسی بذاره توی به اصطلاح لغتنامه ببینید کدومش درسته. در صورت آقای خالصی شکایت میکنه از این ماجرای کتاب و اینها، ولی من به آقای خالصی پیشنهاد میکنم که چیز کنه به اصطلاح کتابش رو، من اینجا یک تشکر کرده براش اینو بفرستم، کتابش رو کتاب گویا کنه. کتاب گویا الان اگه بتونم، آقای امیرحسین لادن کتابی که نوشته بود، همون کتابی که برای شما فرستادم آقای خالصی، این رو ایشون گویا کرد. ولی من باور دارم هر کسی کتاب می‌نویسه خودش با صدای خودش اونو گویا کنه، چون شما هر چی بگی این آقا استاده یا این آقا ویراستارش بوده، باز مثل شما نمیتونه کجا مکس کنه، کجا بگه، کجا صداشو ببره بالا، کجا صداشو بیاره پایین. این نظر منه و من اونایی رو که با صدای خودشون کتاب رو گویا میکنن بیشتر به اصطلاح وقتی گوش میدم به دلم میچسبه. اولین کتاب گویایی هم که گوش دادم کتاب بیل کلینتون بود، 20 سال پیش اگه اشتباه نکنم، در مسافرتی که داشتم میرفتم کانادا و 8 ساعت وقت داشتم، اون موقع این رادیوهای ساتلایت نبود که همه جا بگیره، رادیوهای استیشن قطع میشد، رفتم 3 تا سی دیشو گرفتم کتاب گویاشو و گوش دادم و خیلی جالب بود. اینم از این ماجرا. خب ببینید، همه ما این خاطرات بد مونده تو مغزمون، یعنی حالا اگه پدر مادرمون هم تعارف میکردن نه خیلی هم خوش آمدید، اتفاقا چه خوب شد شما اومدی، اینا بولشت، یعنی تعارف بی خود، البته کلمه اصلیش یعنی تپالای گاف، تعارف بی خود بوده ولی تو مغز بچه اثر گذاشته. الان فکر نمیکنم آقای شاهین غلامرضایی اگر 1,000,000ش هم بدی، اگه 1,000,000 بدی ممکنه همینجوری سرزده بره خونه اینون، زنگ میزنه حسین، هادی، محمود، نمیدونم من دارم میام خونتون هستی، یا من میخوام بیام خونتون یه ساعتی بشینیم با هم یه چایی بخوریم هستی. بهترین کار اینه که وقتی هم میگید دارم میام، فکر کردم سر راه هم 4 تا چلو کباب بگیرم، 2 تا پیتزا بگیرم، اگه نه ما نهار داریم بیا بگو پس من شیرینی میگیرم، میوه میگیرم، آبجو میگیرم، نوشابه میگیرم. همینجوری مثل گاو سرمون رو نندازیم بریم پایین که اونا مجبور بشن یه مش سبزی بذارن جلومون بخوریم. خب بله آقای ایرانی، اجازه بدین من شما رو بلاک کنم، چون بی‌تربیتی. چرا بلاکت میکنم؟ برای که آقای اکبری به شما دفعه قبل، بیا اجازه بده، محمد ایرانی، آقای اکبری دفعه قبل به شما گفت که اینجا که میای مثل انسان پیشرفته قشنگ صحبت کن، حرفتم بخونه اونم صحبت کنه. من اینجا
دوستان، حالا یه تبلیغی هم برای این آقای محمد ایرانی بکنم. یه دلیلش هم دلیلش الان نیستا، دلیلش اینه که توی برنامه قبلی وقتی ما نوشته بودیم با آقای جهانی هستیم، ایشون که خیلی ها ما نمیفهمیم این آقا زنه یا مرده، اسم مرد عکس زن گذاشته، نمیدونیم طرفدار پهلویه، شاه اللهیه، حزب اللهیه، ولی این موجود، چرا میگیم موجود؟ هنوز بهش نمیگیم جانور، بهش میگیم موجود برای که معلوم نیست زن مرده، ولی زن باشه میگیم این بانو، مرد باشه میگیم این آقا، این جنتل وومن، این جنتل من، اوکی؟ این نمیشه که همینجوری مثل یابو ما عمل کنیم. من اینو به شما نشون دادم، اینجا هم بلاک کردن دوستانی که مزاحمتون میشن اینه. ببین چقدر آسون راحت میشی، دیگه نمیخواد هی وایسی یاسین تو گوش خر بخونی. اوکی بیایم برگردیم به مغازمون. و آخه مرد عزیز، خانم گرامی، واقعا اینقدر احمقانه نوشته که آدم نمیدونه چی بگه، فوش خار مادر بهشون بده. و اما شرقی غمگین رو دیدید؟ سه قسمتش رو. توی اون یه جایی گفت که نمیدونم طبقه سوم یا پنجم یه جایی این همیشه قسمت اطلاعات چیزا بوده. میدونید که این سفارت ها و کنسولگری ها و اینا هم همیشه جاسوس خونن، چه مال آمریکا این ور اون ور، چه مال کشورهای دیگه اینجا، چه مال ایران، همیشه جاسوس خونن. برید ببینید اون دختر جوانی رو که فرستاده بودن روسیه چندین سال پیش، یا برید ببینید که اسرائیل حتی برای جاسوسی برای آمریکا، آمریکا برای اسرائیل، کوبا، ببینید چه بلایی به سر به اصطلاح دیپلمات ها یا سیاستمدارای آمریکایی آورده، چون اونا میگن اینا جاسوسن، مغزشون رو سیگنال فرستاده، الان گوششون و اینا اشکال پیدا کرده، یه عدهشون هم مثل من مغزشون خراب بوده، حالا اومدن گفتن اینا زدن مغز ما رو خراب کرده. بمانه در صورت شرقی غمگین، این فیلمی که درباره زندگی فرخزاد هست، یه جایش میگه که اون طبقه فلان که مال اطلاعات بوده اینجور اونجور، بعد این آقای موسویان اگه اشتباه نکنم توضیح میده که این اون زمان هم بود و اینها، و در دوره این آخوندا دانشجو مجاهدین حمله کردن چنین چنان. یه آقایی رو نشون میده به نام جمشید که اینو پلیس میاره بیرون دستگیرش میکنه. اگه کسی از این خبر داره به ما هم اطلاع بده ببینیم چه بر سرش اومده، چون اینایی که رفتن این بر و بر بوم گذاشتن، دوستان آخوندا به این سادگی دست از سرشون ور نداشتن. یه فیلمیه، طرف اسمشو عوض کرده، فامیلش رو عوض کرده، رفته زن افغانستانی گرفته، یه زندگی معمولی درست کرده برای خودش، ایران هم نمیاد سفیر خودشو بفرسه. حالا چجوری این مجاهدا میگن سفیرشو فرستاده که بمب بذاره، وقتی که میتونه با 10,000 دلار پول بده یه نفر بیاد بمب بذاره خودشو منفجر کنه فلان اینا. بمانه پول میده هایر میکنه، استخدام میکنه آدم کش، دو نفر با بی ام دبلیو مشکی میرن این بنده خدا که اونجا کار تکنسیانی انجام میداده، چون کارش رشته برق و مخابرات و اینا بوده، و همون کسی بوده که بمب گذاشته بوده توی دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران، که اینا هم هر چی میشه میخوان برسوننش یا به 72 شهید یا به 12 امام یا 14 معصوم یا 5 فلان، هی دنبال این شماره های الکی میگردن، چون میگن خیلی بیشتر از این بوده که توی همون میگفتن رفسنجانی بمب گذاشته برای خامنه ای و بهشتی و اینها، و این رفسنجانی جرثومه فسادی بوده، بی خود نبود، ملیجک آقای خمینی بوده. بماند بریم سراغ شرقی غمگین، جمشید، حمله و تصرف کردن، حمله و تصرف سفارت ایران حالا کجاست؟ آیا شما میدانید؟ اگه میدانید با ما تماس بگیرید. و اما دوستانی که طرفدار سگ هستید و مثل من باور دارید که سگها دوستای بهتری هستند، سگها دوستیشون انکاندیشنال هست، بدون هیچ چشم داشتی شما رو دوست دارن اینها، ایرانی ها باز تو این قسمت هم ماشالله زدن به سیم آخر.
میگه انقدر خوراک میورن میدن به این سگا که اولا یه جایش درست شده زباله دونی، بعد تعداد این سگا بی رویه تکثیر میشن، مردم وحشت میکنن از اونجا رد بشن، یعنی آسایش و امنیت گرفتن. یعنی ما از این ور این کارا رو میکنیم که شهرداری هم استخدام کنه، با تفنگ ساچمه‌ای برن موش بزنن، با تفنگ معمولی برن سگ شکار کنن. اصلا من نمیدونم ما این همه کار خراب رو از کجا میتونیم اختراع کنیم، از کجامون میتونیم در بیاریم که هر چیزی رو خراب میکنیم. حالا شاید شاهین یادش نباشه، شاهین جان موقعی که ما آلمان بودیم این خیلی گران بود، 5 مارک یه 5 مارک اینقدی مینداختیم تو این تلفن ها، یه دقیقه و نیم میتونستیم صحبت کنیم با مکافا. آقا ایرانی ها اومده بودن، من هیچ وقت این کارو نکردم خدا شاهد، ولی دوستم همراهم این کارو کرد، آمد شهر ما گفت اینجا هم تلفن ها رو درست کردی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت سوراخشون کردی؟ گفتم نه. گفت خوش بریم، سنجاق قفلی داری؟ سنجاق قفلی از خونه برداشتیم رفتیم با فندک داغ میکرد میزد اونجا، یه چیز دیجیتال بود. اصلا به مغز کی میرسید که این پشت این چی دیجیتاله که یک علامت مثل پلی سرخ بود، بعد میکردن تو اون گوشیش میرفت میخورد به اونجا، اینو میزدن این بدبخت دستگاه فکر میکرد پول گرفته، چون شما پول که میندازی یه چیزی وصل میشه، این به جای اینکه پول بندازن سوزنش میزدن وصف شد، بعدشون میداد 5 مارک، ماکسیمومش هم 5 مارک بود، بعد شروع میکرد ازش کم میشد تا میرسید به 1 مارک 2 مارک، دوباره میزد یه سوزن دوباره چیز میشد. خیلی جالبه، مثلا اینو من مدت ها فکر میکردم این اولین بار کی این کار کرده، گفتم الا اینکه طرف تو اداره تلفن کار میکرده، الا اینکه طرف این تلفن ها رو باهاش آشنایی داشته. البته میدونید اینایی که میخوان کارا اینجوری بکنن، میره یه تلفنی میدوزه، میره یه تلفنی میکنه، میره یه تلفنی میخره، میاره بازش میکنه ببینه چجوری کار میکنه، بعد به اصطلاح فنشو میزنه، فن و بدل اینجوری درست میکنه. خب اینم از این. مونا محمدی سلام سلبی جونم، امیدوارم شما اون محمد خودمون نباشی، ولی خب باشه، سلام روی ماهت، خیلی خوش آمدی. چون ایرانی ها اینم یکی دیگه از کارهای زشتشونه که 10 حساب دارن، شما این حساب رو بلاک میکنی با یه چی دیگه میاد، ولی مهم نیست، 2 که بمونه ذات خودش نشون میده. در صورت این خانم مونا محمدی هم ببینید عکس همون عکسه، درست میگم یا اشتباه میکنم؟ حالا مثلا این خیلی خوشحاله که من و شما الان برنامه‌مون اختصاص پیدا کرده به این آقا یا خانم مونا محمدی. من ببینم عکس رو قبل از اینکه شما عوض کنی. مونا محمدی، بله عکس همون عکسه، دوباره بلاک. حالا من میخوام ببینم شما میتونی سریعتر حساب درست کنی یا من میتونم سریعتر بلاکت کنم. یه هفته گذشته تو برلین تو اتوبوس رو تیکت مور میزنن، ایرانی ها شمع آب میکردن رو بلیت که دوباره یعنی یه واکس میزدن روش که بشه این کار انجام بده. خب میدونی ایرانی ها هنرمند کشورمون، مثلا آقای سالار احمدیان یکی از افتخاراش اینه که وقتی تو کردستان بوده با سیب زمینی مهر دولت آخوندار رو درست کرده و برای خیلی ها پاسپورت درست کرده. میدونید حالا من نمیدونم شما کار غیر قانونی میکنی در دولتی که قبولش نداری، آیا مجازات هم داره یا چون اون دولت بده شما آزادی، نمیدونم. ولی خودش تو برنامه ها که با من داشت تو تلویزیون رنگارنگ سال 2001 افتخاراتشون این بود که خیلی ها رو با این پاسپورت هایی که پاسپورت سیب زمینی، با سیب زمینی چی میکنن؟ مهر درست میکردن میزدن و الا آخر. اینم از این ماجرا. و اما سگ در ایران برید ببینید که به چه افتضاحی رسیده. طرف التماس میکنه میگه والا ما مال این محل هستیم، نکنید این کارا رو، این گوشتاتونو میارید میریزید اینجا، هرچی گوشت و استخون از قصاب گرفتی میارید میریزید اینجا، اینجا بعد مگس جمع میشه، مرض میاد، بچه هامون مریض میشن. بعد خبرنگار جلوه مردم میگیره میگه شما، میگه من هر روز میام یا اینا گوشت میدم و میرم،
میگه خب آقا اگه یه سگ انتخاب میکردی به اون گوشت میدادی اب نداشت، ولی شما میای میریزی اینجا، اونم میاد میریزی اینجا. این سگ ها در ایران آویزان از آینه. حتما شما هفته قبل اونایی که اخبار آمریکا رو دنبال میکنن دیدن که یه پلیس خانم سفید پوست با سابقه یک سیاه‌پوست جوان بدبخت رو کشت. البته میگه و منم باور میکنم که این میخواسته با اون تیزر برقی به اصطلاح شوک بهش بزنه، ولی به جاش هفتیرش در آورده که الان اقداماتی دارن انجام میدن که این تیزرها رو شبیه هفتیر نسازین. مثلا یکیش اگه اینجوری میگیرین یکی رو صاف بگیرین، یا یکیش دستش یه چیزایی داشته باشه، برآمدگی چیزی معلوم باشه. در اصل نمیدونم این زنه اینا وای میسن. این پسره هم ایر فرشنر شما میدونید چیه؟ یه چیزی هست مثل درخت کاجه، چندین ساله. اولا من اینو جلو هر ماشینی میبینم میگم طرف خودش میدونه که خیلی بدبوه که اینو گذاشته، یا وقتی تناز نمیتونه بره دستشویی همینجا کار خودش انجام میده. خلاصه این بیچاره سیاه پوست رو دوستان نگاه کنید، آمریکا کشور جوان 250 ساله، مهد آزادی، لند آف اپورچونیتی، سرزمین فرصت ها. این بدبخت سیاه پوست یه بچه 2 ساله داره، خانوادش یا فامیل یا دوستش یه ماشین بهش داده، اینم از خوشحالی فوری رفته یه چیزی که بو میگیره، اونم لابد یه بوی میداده ماشینی که دادتش به این. من یادمه تو ایران این آقای حاجی نیلوفر یه پیکان تاکسی بار خریده بود، بوی گوشت میداد، مردیم ما خفه میشدیم. وقتی هم سوار میشدیم سرما مگه بود باید این شیشه ها رو میکشیم پایین. تاکسی بارم که میدونی که یه دو نفر یعنی یه جای کوچیکی هست دیگه، نیست که مثلا. خلاص این بیچاره رفته یه ایر فرشنر خریده گذاشته جلو شیشه. طبق قانون آمریکا شما چیزی نباید بذاری جلو دیدت، و الحمدلله ایرانی ها که قربونش برم حخا میذاره، اهورا مزدا میذاره، الله محمد علی حسین حسن میذاره، مثل این عرق خورایی که میرن بعد دست نماز میگیرن نماز میخونن میگه حالا شاید خدایی هم باشه، مثل آقای شاه از این ور با غربیا شراب مینوشه، از اون ور با اینو ننه فرع دیبا و اینا میرن حج که نکنه خدای مسلمان ها اینا رو را نده. حالا راجع به خدای مسلمان ها شد، یه عکسی هست من اینو بهتون نشون میدم، این واقعا چه خداییه دوستان، اصلا کی میتونه جواب اینو بده که چجوری یه خدا به یکی میگه تو روز شنبه تعطیل باش، به یکی میگه روز جمعه تعطیل باش، به یکی میگه روز یه شنبه اگه کار کردی. شما میدونید سزای کار کردن روز یک شنبه اینه که شما رو بکشن، از بین ببرنتون. حالا نگاه کن این دوتا پیرمرد که همدیگر رو دیده بودن، نوشته که یک خدا و 2 فرمان متضاد. این یکی همین مشتی فکر کنم سیستانی باشه نه، که آقای زم بدبخ را 5 میلیون ازش بگیره شهید راه فلان شد. الله گفته شراب حرامه ولی 4 تا زن بگی. این یکی میگه جدی؟ به من گفته زن نگی ولی شراب بخور. خب بابا این دینا اشکال دارن، این دینا هر کدومش هر کسی به اون اقتضای روز خودش آمده هر جوری دلش خواسته به اصطلاح تفسیرش کرده. اینه که همش میگه طبق حدیث فلان، طبق نمیدونم فلان. تازه حالا همون سوره ها چیه؟ سوره هاشون هم همه کپی از همدیگه، و قرآن از جیزز و از تورات و از انجیل کپی، اونای دیگه هم همینجوری بریم و ترتیب ببینیم کجا بوده و کجا نبوده. آقای خالصی ببخشید اگه من نتونستم پیام رو درست پخش کنم، این اشکال من بوده. و اما دوستان یه چیزی اپی برای من صبح تا صبح میفرسه، روی گوگل نیوز هم حتی میفرسه، فال حافظ. بعد یکی از دوستان فکر کنم آتیلا بود خیلی چیز قشنگی نوشته بود. بله بذارید من اینم پاک کنم. بله این هم منا احمدی همون بود، منا محمدی همون بود. بله و آتیلا یه چیزی نوشته بود که جالبه، حافظ فال قهوه میگرفته، به نگارش میگه ما نمیدونم عکس رخ یار در جام دیده ایم. گفتم آقا قهوه، حالا درسته ما تو ایران قهوه خونه داریم و اینا، ولی
حافظ فکر کنم اون موقعی که دیگه عکس رخ یارش رو در جام میدیده، منظورش از این جام جام شرابه. ولی من و شما تو قرن 21 میریم به حافظ میگیم بیا از روی این شعرات و اینها برای ما فال بگیر. ببین چه ملت خر تو خر و شیر تو شیر و بدبخت و احمقی هستیم. اگه احمق نبودیم هر کسی نمیمد یه فیلمی درست کنه. یه دوستی هست به نام موجی، یه فیلمای درست میکنه، هر چی دلش میخواد میگه. نمیدونم این تاریخ اینجوری بوده اونجوری بوده و همش دور میزنه که ما بهترین، ما باسوادترین، ما با فرهنگترین، و امروز نمیگه ما اولاخترین هست. بگذاریم آویزان از آینه رو گفتم براتون. آهان، این یه ایرفرشنر میخره و میذاره جلو ماشینشو. خوب که نوشتم، ببینید اگه بنویسید میفهمید. پلیس اینو میگیره. اینجا وقتی یه پلیس میگیره 6 تا پلیس دیگه بیکار میان پشت سر ماشینش وای میسن که این جانش خطر نداشته باشه. چه خطری؟ این اسلحه داره، باتون داره، بیسیم داره، هزار تا دستگاه داره، این منم که چیزی ندارم. ولی خب از طرفی راست میگن. خیلی وقتا پلیس یه نفره که میگیره، ببخشید گلوم درد گرفته، یه نفره که میگیره همچین که میاد تو آمریکا پلیس نمیشینه تو ماشین شما بری سراغش. تو ایران همه کارا برعکس، پلیس میره جلوت میپیچه بعد میشینه تو باید بیای. اینجا پلیس پشت سرت وای میسه تا موقعی که چیه داره میزنه به کامپیوتر گواهینامه و ماشین تو اینا رو کنترل میکنه، بعد بلند میشه میاد بیرون به شما میگه که چرا نگهت داشتم، حالا چه کار میکنم، تیکت میدم، دستبند میزنم، زندان اینا. به این پسره میگن که ما تو رو به خاطر این چیزه که اینجوری دلنگون میگن چی میگن آویزون جلوه آینت نگه داشتیم، این دیدت رو به اصطلاح چی میکنه. و درست میگن دوستان، درست میگن. واقعا یه آدم میتونه پشت این تو پیاده رو باشه، داشته باشه بیاد شما نبینیش، یه ماشین داشته باشه بیاد شما نبینی. تازه همین آینه رو اگه نگاه کنید به مرور زمان پایه داشت، چیز داشت، چسبیده بود، هی کمش کردن، کوچیکش کردن که جلو دیدت رو نگیره. و شما میری 6 تا می‌خری، یه کسایی که خیلی بومیدن هی رو همدیگه این درختای کاج و ایر فرشنر و بوگی رو میزنن. این پسره وقتی بهش میگن ما برای این نگهت داشتیم، ولی حاج آقا شما یه بارم مثل که زندان بودی، بعدن با وثیقه آزادت کردن، ولی قرار اینه که مثلا هفته یه بار بری خودتو به افسرت معرفی کنی، کجا بودی نیومدی. تا اینو میگن این بدبخت پلیس، سیاها خیلی میترسن از پلیس. فکر نکنید من و شما از اینا میترسیم، از پلیس میترسیم، سیاها وضعشون از ما بدتره. خلاصه این میخواد فرار کنه، این خانم میشه کاسه یا از آش داغ‌تر. این همه آدم وایساده اونجا، مرد و نمیدونم فلان اینا، بذار اونا بیان نوش. این میاد فریاد میزنه تیزر تیزر، و به جای تیزر گان اسلحه کلت حقیقی رو در میاره، تق 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 میزنه. بعد میگن آقا این شوتش کردی، تیر بهش زدی. خودش هم بدبخت میشینه گریه و فلان اینا، محاکمش هم بود. ولی اینجا میگن ببین این یه اشتباه نبوده. شما نگاه کنید اول ژانویه که میاد، خیلی از شما تاریخ که میخواین بنویسین تا آخر ژانویه هی به جای 2022 می‌نویسید 2021. به این میگن یه اشتباه کوچیک، به جای تاریخ رو اشتباه نوشتی. میگه شما با این اشتباه یه نفر رو کشتی و شما یه آدم معمولی نیستی، شما اینو درس میدادی به افسرهای جوان، این اسلحه و تیزر و اینها رو درس میدید. خلاصه چندین روز محاکمه و چندین روز هم هیئت جوری یا منصفه رفتن تو اتاق. اولا میگفتن ما ممکنه به نتیجه نرسیم، ولی به نتیجه رسیدن، به حکم دادن یا رأی دادن به محکومیت این خانم، و حالا باید تا فوریه صبر کنیم ببینیم چی میشه. از اونورم اینا اومدن وکیلش و اینا که بابا ایام عید و کریسمس بذارید بره این خونش فوریه بیاد. اونا گفتن نه آقا این اقلا میتونه تو زندان باشه، ولی اون بیچاره که مرد، بچه 2 سالش هم الان نه کریسمسی داره فلان. فعلا خانم رفته زندان تا ببینیم چه میشود. عکس یک ایرانی رو بهتون نشون دادم. پس از من به شما نصیحت دوستان، این چیزایی که جلو شیشه ماشین آویزون میشه، دیدم خیلی ها 2 تا تاس
چقدر کثیف و زشت میشه با این پارچه های سفید درست کردن. حالا من نمیدونم این تاسه چه کار میکنه برای شما. تاس بازی قمار، دو تا تاس به این گندگی میزنن میشه. یا خب فال حافظ و شراب و اینها که ما نقش رخ یار در جام دیده ایم. رانندگی با دو پا رو براتون توضیح دادم، این کار رو اصلا انجام ندید. اگه ماشینتون اتوماتیکه حتما با پای راست رانندگی کنین. اگه خدای نکرده پای راستتون قطع شده اشکالی داره، با پای چپ دوتاشو با یه پا. و اما آلمان که رفته بودم دو سال پیش، یه ماشینی کرایه کردم به نام نیسان قشقایی. بعد آقای نیساری هم گفت بله اینا نیسان قشقایی دارن اینها. و من دیدم تو این جاده هایی که میرم یه دفعه مثلا یه کارخونه میبینه نور میاد پایین. شما نور بالا و پایین اصلا میدونید چیه تو ماشین؟ تعارف نکنید با خودتون. اگه نمیدونید از یکی که میدونه سوال کنید. بهش میگن های بیم لو بیم. ناراحت نباشید اگه نمیدونید. اینو که تو کلاس و اینا درس نمیدن. از شما که شب امتحان نگرفتن که ببینیم ماشین روبروی میاد شما داری با نور بالا میری. ولی یه وقت تصادفاً اگه دستت خورد یا پات رفت، ماشین قدیمی اون پایین بود، میزنی نور بالا، یه چراغ آبی روشن شد که این به نظر من باید احمقا این چراغ رو بکنن زرد یا قرمز. چه آبی؟ البته این روزا ماشینا همه چراغاش روشن سبزه، بعد اونو کرده آبی. اکثر مردم با نور بالا حرکت میکنن و نمیدونن شما با نور بالا فکر میکنی دیدت زیاد میشه، ولی داری راننده مقابلت رو کور میکنی. کدام احمقی رو شما سراغ داری که بگه من دوست دارم توی یه جاده رانندگی کنم که طرف مقابل من کور باشه؟ شما اون کارو میکنی. اگر بلد نیستی کجا نور بالا استفاده کنی، کجا نور پایین استفاده کنی، شما داری طرف مقابل رو کور میکنی که بیاد بزنه به شما و ماشینت و خانوادت، شما رو بفرسته قبرستون، خودشم بره زندان. اینم از ماجرای نور بالا و پایین، اینم گفته باشه. یه چیز دیگه دوستان، به دیگران را بدین. اگه یه نفر، شما صبح داری میری سر کار، میدونم خیلی هم دیرت شده، تنبلی، ولی این خیابون حق با شماست. این سربی و شاهین و آقای اکبری و آقای خالصی و اینا دارن از این ور میان، ولی الان دیگه 4 تا 5 تا ماشین اونجا وایساده. شما اگه به یه ماشین را بدی بیاد جلو، شما یه ماشین عقب میفتی که معمولا هم این سر چهارراه اونوری از یه طرفی میره که طرف شما نیست. یعنی این ماشین اومده جلو ولی رفته، شما دوباره جای خودت رو به دست آوردی. ولی اگه شما راننده اون راننده 99 تای دیگه مثل من احمق باشن به این راندن، این بدبخت 100 تا ماشین عقب میفته. از همه مهمتر تو خیابون تو جاده با کسی دعوا نکنید. میدونم شما میگی مگه میشه تو ایران وقتی میرفتی بیرون تا عصر که میمدی 3-4 تا دعوا میشد. یه فیلمی بهتون پیشنهاد میکنم، فیلم جمشیدیه، نه جمشید و اینا، اون جمشیدی که اول برنامه گفتم، نه، فیلم جمشیدیه. مثلا دیدید مثلا میگه ایستگاه این فکر کنید این معنی ایستگاهش میگن جمشیدیه. این فیلم جمشیدیه رو ببینید که شما از یه برخورد تصادف هم نشده، ماشین هیچ کدومشون هم خورد نشده، از یه برخورد ساده چجوری زندگی بعضیا عوض میشه. حتما این فیلم جمشیدیه رو ببینید و بعدش زنگ بزنید به من، قول بدید که سربی من این فیلم رو دیدم، من آدم عصبانی هستم تو جاده، از دست این الاغایی که رانندگی میکنن زود خونم به فشار میاد، ولی به شما قول میدم که خودم رو کنترل کنم. من یک خانم تماشاچی مال بیننده زنگ زد بهم گفت آقای سربی من از شما یه خواهشی دارم. من بفرمایید. گفت من دیدم این شوهر من برنامه شما رو خیلی دوست داره. گفتم اش بپرس این حمایت میکنه؟ خندید گفت نه حالا بگذاریم. گفت لطف کنید شما یه مقداری راجع به این رانندگی و اینا صحبت کنید، خیلی مهمه. من یه مثال ساده براتون میزنم. آقای شاهین غلامرضایی چند تا دوستش رو دعوت کرده بیان خونه، به ما هم میگه سر بلندشو بیام اونجا، چند تا دیگه از دوستامون هم هستن، آبادانی هن، شیرازی هن، نه آشنا بشیم. ما میگیم باشه.
ما داریم میریم تو این مسیری که میریم، یه نفر یه دفعه میاد میخواد بپیچه بره تو همین اگزیتی که ما میخوایم بریم، من هم گاز میگیرم پدر سگ. خب اگه میخواستی بری زودتر میرفتی اون عقب. آقا خانم نمیدونه این امروز زده به جی پی اس، یا امروز خانمش بهش گفته بابا مثلا هوشنگ باید همینو میرفتی، یا این هول شده میاد شما ترمز بزن بذار بیاد جلوه. حالا بریم یه ویژن یه ورژن دیگه شو نگاه کنیم. ترمز نمیزنیم، میپیچیم جلوش، بوق میزنیم، اونم رد میشه، بوق میزنه، بیشتر میاد، فلان میکنه، فوش میده، وای میسیم، دعوا میکنیم. بعدن چی میشه؟ بعدن هر دومون میریم خونه شاهین. من یه نگاه میکنم، اونو میبینم، اون یه نگاه میکنه، منو میبینه. چقدر آدم های احمقی هستیم اون موقع. خب نکنید، فکر کنید همه دارن میرن مهمونی که شما میرید. به اینا راه بدید. اگه کسی هم به شما راه داد، هرچی هم شیشه پشتتون تاریک دیده نمیشه، دستتون رو تکون بدید. دستتون رو زیادتر تکون بدید. من یه مدتی فکر این بودم که یه چیز درست کنم بنویسه تانکیو، که هر وقت چیز میشه، چون ماشینا هی شروع شد این شیشه های عقبش سیاه شد، شیشه پشتش هم سیاه شد، یا بعضی وقتا جمعیت تو ماشین آدم مخصوصا ایرانی ها اون طرف شما رو نمیبینه، دستتو نمیبینه، یه دکمه باشه اینجوری فشارش بدی روشن بشه تانکیو، مرسی، متشکرم که به من اجازه دادی بیام جلوه. بعدم شما اگه میری وقتی رفتی یه جایی که میشه بیا اینور که اون بره، که برگرده سر جاش بگه عجب آدم با شعوری بود، شما به اون بگین عجب آدم مهربونی بود، عجب آدم با شعوری بود. همه این نصیحت ها رو ما بعد از کریسمس داریم به شما میکنیم، قبل از سال نو. چرا؟ میگن وقتی جیزس دنیا اومده گفتن دیگه جنگ تموم میشه در دنیا. اینجا بابای آدم دروغگو. جنگ تموم شد، تمام جنگا همین 2000 ساله، از جنگ صلیبی و جنگای دیگه بگیر همش مال مذهب بوده. کجا صلح و آرایش آسایش فرمان روا میشه به دنیا؟ بگذاریم، ولی ما حالا گفتیم ما یه قطعه به شما چیز کنیم. خب میگه من این بار قول میدم فیلم جمشیدی را نگاه کنم و هفته دیگه تفسیر کنم. ممنونتم و خوشحال میشم. تفسیراتم قشنگه، چون لهجه شما هم میدونید ما شیرازی ها وقتی یه شیرازی دیگه حرف میزنه میفهمیم که لهجمون متفاوته و کیف میکنیم. اتفاقا یه فیلمی داداشم برای من فرستاده، بیشتر هنرپیشه‌هاش و اینا شیرازی هستن، لینکشو براتون میفرستم، ولی اینجا تو سینما نشون میدن. مرسی، متشکرم. بله، امروز من از بچگی اسم توتو رو که میشنیدم یا میشنفتم، دزمان توتو، خندم میگرفت. بعد قیافشی که میدیدم بیشتر خندم میگرفت. یه آدم سیاه‌پوسته به قول آقای چی سیاه چرده و کوچولویی بود که این اسقف آرچبیشوف میشه چی؟ میشه اسقف اعظم آفریقای جنوبی. دوستان ببینید این چی گفت. این گفت اگه ما بخوایم همه رو بگیریم و محاکمه کنیم و اینا، همه عمرمون باید صرف این کار بشه که داریم دیگران رو محاکمه میکنیم. گفته بود دست بردارید. امروز در 90 سالگی این آقای توتو مرد. توتو، ما بچه‌ها وقتی می‌خواستیم مثلا بهشون بگیم گنجش پرنده، می‌گفتیم توتو. نوای من 4 تاش، نه 3 تاش که فعلا حرف می‌زنه، این توتو رو بلدن. میگم بدو این بیاد توتو اومده. اینجا توتوهای توتو پرنده‌های قرمز کاردینال خیلی زیادن. یه پرنده‌های آبی هم هستن، اونا هم خیلی زیادن. در هر صورت این آقای دزموند توتو امروز مرد و یکی از حرفاش به غیر از اون بود که بگذریم. چون من دیدم نوشتن نفراموش میکنیم، نمیبخشیم، هم پدر شما رو درمیاریم، هم پدر خودمون درمیاریم. هیچ غلطی هم نمیکنه. بگذاریم. این یه جمله گفته. این جمله رو من برای شما میگم، امیدوارم درست بگم و شما هم با دقت بهش توجه کنید. اسمش هست، یعنی این جمله اینه، میگه در اگر در بی‌عدالتی ها فکر میکنید که بی‌طرف هستید، اشتباه میکنید، شما طرفدار ستمگر هستید. خیلی جالبه ها. میگه آقا به من چه، من بی‌طرفم. میگه اشتباه میکنید. یعنی سوئیس اگه تو جنگ جهانی دوم گفت ما بی‌طرفیم، دروغ گفت. اتفاقا طرف ستمگر بود هیتلر. برید ببینید چه طلاهایی از یهودی‌ها گرفتن و تو سوئیس نگه داشتن.
ایران آقای رضا شاه قلدر اگه گفت ما بی‌طرفیم، هم بی سواد بود هم دروغ گفت، چون از اون ور نامه فدایت شدن برای هیتلر نوشت، از اون ور اسم پرژیا رو گفت بنویسید ایران، که حالا خیلی از دوستان میگن نه آقا ایران تو شاهنامه بوده و فلان. نه من میگم آقا اگه مردم همه جا به این میگن پرژیا و ما وقتی میگیم ایران متوجه نمیشن تا وقتی که بگیم پرژیا، خب عوض کنیم بذارید پرژیا و دوستان کرد و لور و بلوچ، هول نشین. این پرژیا کاری به پارس و فارس نداره. آقای چیز توضیح داد، آقای نیساری گفت از کلمه پارساییان میاد، یعنی نیکاران، انسانهای خوب. حالا شما میخوای انسان بد باشی؟ باش، نمیدونم والا چیکار کنم از دست شما. خب بدانید که طرف ستنگر هستید. یه دکتری هست به نام دکتر کرمانی، فکر کنم اهل احوازه و خیلی هم راحت و قشنگ صحبت میکنه. حتما خیلی ممنون. آقای اکبری میگه آرایش موهاتون بسیار قشنگ شده. هر چی فکر کردم برم آرایشگاه هنوز دلم نمیاد برم آرایشگاه، با وجود که این بنده خداها قیچی رو میذارن تو الکل، شونه رو میذارن تو الکل فلان اینا. حتی یه دفعه گفتم یه از این بسته‌های آرایشی بخرم که قیچی و فلان اینا هست ببرم، دلم نمیاد. خلاص میگم آقا همینجا زخم میشه، حالا یه طور میشه فلان اینا. با ماشین چهار آقای اکبری کلمو گرفتم تو وان، ریش زدم، یه دو جارم میس کردم یادم رفته و اومدم به خانمم گفتم خدایش من خیلی خوشگلم، احتیاج به مو ندارم که با مو خودم رو درست کنم. اونم گفت اوکی. خب اینم از این فیسبوک. این آتیلا یک چیزی گذاشته توی فیسبوک، یه آقایی که رفته موهاش رنگ کرده، سیبیلش رنگ کرده و اومده با این دختر مخترها توی فضای مجازی صحبت میکنه. خیلی قشنگ بود، عشق مجازی که من اسمشو میذارم لاس خوشگه. بذار ببینم میتونم پیداش کنم و ببینید که این بدبختای تنها چه به سر خودشون دارن میارن توی این دنیای مجازی و از طرفی اونا چجوری از اینا استفاده میکنن. فکر کنم این باشه. بله اجازه بدید اینو خاموش کنم، کامرای سه رو بدم به آقای آتیلا. بله این یه خانم جوونیه، این یه آقایی، ببینید سیبیل رنگ، ابرو رنگ، موها رنگ. حالا گوش بدید، اینم عشقبازی نسلای خرکی. من به خاطر خودت، به عشق خودت میام تو لایف، تا تو لایف های خودم هم به خدا، به خدا، به خدا منم به عشق تو رفتم. امروز یه کامنتار چهارم باز کردم، قربونت برم، دیشتر من فکر میکنم این فیلم ساختگی باشه، یعنی همون آقای سیبیلو، لهجه هم لوریه دیگه، نه همون آقای سیبیلو و این خانم خواستن یه طنزی درست کنن. ولی یادتون باشه دوستان، طنز حقیقت تلخیه که به زبان شوخی برای من و شما گفته میشه، ولی پشت این طنز یه مسئله خابیده. خیلی مواظب باشین توی دنیای مجازی. من آقا یه نفر که تقریبا یه جورایی کمکش کرده بودم از ایران که رفته توی تلویزیون دیگه میگه سربی به من گفته پاشو بیا، میگم نه خانم شما گفتی من ترکیه هستم، گفتم بله آقای هست به نام علی ترابی و خانوادهش، برو پهلو اونا، و رفتی و تشکر کردی بعد دروغ گفته اینا. ولی اینا بعد خود این خانمه با اسم دیگه‌ای اومده بود که خود منو تیغ بزنه و من بهش گفتم، من تو برنامه گفتم برات یه مقدارم پول پیدا کردیم ولی فهمیدم که تو این همون هستی. بعد گفت نه اینجوری، اون گفتم برو، اون 500 دلار ما دادیم به اینایی که احتیاج دارن گذشت. خیلی مواظب باشین، خیلی مواظب باشین. ساعت 3:08 است، 22 دقیقه دیگه
به اذان صبح باقی مونده که بریم سراغ آقای مهدی مهران نژاد. امروز تو خبرها اومد که جنازه هایی رو که این کشتی یا قایق، کشتی که چه عرض کنم، قایق هم نیست، یه قایق های بادی، یه پولی میدن، بعد بدبخت ها مثلا میگن 12 نفر، یه دفعه میبینی 30 نفر سوار یه قایق میکنن از کانال انگلستان و نمیدونم فرانسه و اینها ببرن. بیشتر اینا، حالا اشتباه نگم بیشترشون، چون اگه میرن که آمار نمیدن ما بفهمیم، چپ و راست میبینیم که سوراخ شده، چپه شده و از بین رفتن. برای من این جالب بود که گفت دولت انگلستان میخواد این جنازه ها رو برگردونه به کردستان عراق. دوستان کرد، مگه شما نگفتید کردستان عراق این اربیل و مربیل و زنبیل و منبیل بهشت روی کره زمینه؟ چجوری که الان هنوز همین کردها دارن از کردستان عراق فرار میکنن و وقتی میرسن به انگلستان یا فرانسه یا نمیدونم، به بعضی هاشون مثل که به لیبی میرن، از لیبی میان فرانسه و اینها. ماجرا چیه؟ در کردستان عراق چی میگذره؟ یه نفر میدونید که من اولین کسی بودم که به کردها برنامه تلویزیونی دادم و بعد منو دعوت کردن که آقا بیا بریم کردستان، مخارجشم با ما. حتی یکی گفت ما اونجا داریم یه تلویزیون میزنیم. خیلی جالبه، کردستان عراق، افغانستان، اینا جایی که به من پیشنهاد کار میده. گفتیم نه آقا، خیلی ممنون، مرا به خیر تو امید نیست، شر نرسان. بعد با یکی از دوستامون که هم شیرازیه هم ایرانیه صحبت کردم، گو آقا کلاتم اگه افتاد تو کردستان عراق نرو، گو وضعش از ایران و خود عراق خیلی بدتره، گو اقلا اونجا یه قانون نیم پخته ای هست، نیم پز هم اجرا میشه، ولی اونجا نیست. جنازه ها به کردستان عراق بر میگردد. بریتیش چنل، این کانال انگلیسی ها. و اما قیمت ترافیک، این آخر نوشته بودم، اون بالا صحبت کردم که بله اینجا هم جاده ای هست که روزای معمولی 5 دلار میگیرن، وقتی ترافیک شلوغ میشه تا 37 دلار میره، 66 6 دلار 7 دلار 10 دلار 9 دلار 60 دلار شما میگه آقا ولش کن اصلا سر کار نمیرم، دور میزنم برمیگردم. آقای مهدی مهران نژاد، این سوالا رو نوشتم اینجا دارین. اگرم شما سوالی دارید از آقای مهدی مهران نژاد، اول لطف کنید کتابشو بخونید، چون 4 نفر هفته پیش وقتی من گفتم به من زنگ زدن که آقا ما، میگم کتابشو خوندین؟ میگی نه آقا لازم نیست ما کتابشو بخونیم. خب کسی فیلم چند متر مکعب عشق رو دید؟ خط بزنم، حالا یا دیدید یا ندیدید، فیلم بسیار خوبیه. توی خبرها هفته پیش این بود که پدر زن لباسش را در آورد، گفتم مردی که وقتی که فهمید اون آخونده میخوان لباسشو در بیارن، اینجا هم زبلی کرد. این پدر زن با زبلی خودش بچهشو فرستاد پای چوب دار، چون بچهش از اینکه باباش زبله استفاده کرد، نه صلاحیت داشت فلان، ولی تهیه فیلم و تهیه فلان و بعدم امید نیوز، آمد نیوز و اینها، و با پای خودش دیدید که رفت در دام آخوندها. پدر زم دست کمی از روح الله زم نداره. همین روح الله زم 2 بار با من تماس گرفت قبل از اینکه با این بیژن فرهودی برنامه بذاره که آقا بیا این مردم ریپورتی که داری و مردم تیوی و اینا رو به ما بده، به خودتم برنامه میدیم. خیلی ببین این آخونده و بچه آخونده چقدر پر رو هن. پدر سگ میگه بیا مردم ریپورت دات کام رو بده، مردم تیوی رو بده به ما، بعد به خودت برنامه میدیم. خب من گفتم حالا چند میخوای بدی؟ گفت نه شما همینجوری بده ما اگه درآمدی داشت. عجب پوفیوزایی هستن، یعنی حواست نباشه دست میکنه تو جیبت، پول در میاره با جیب تو، خوراک اوردر میده، سفارش میده، میخوره به تام نمیده، یعنی گشنه دوباره برو خونتون. زم بچه آخوندی بود که به خاطر کارایی که باباش کرده بود سر مردم در آورده بود، به خاطر کارایی که خودش کرده بود، اجحافایی که کرده بود این ور اون ور، به خاطر این همه دروغ، به خاطر اینکه ایران رو داشت با آشوب میکشوند، با پای خودش رفت پای میله دار، چوبه دار. اینم از این. و اما ماجرای بستنی و بیلاخ رو شما شنیدید؟ یه چیزی داریم میگن هویج و چوب.
یعنی تشویقت میکنن، یا بعضیا میگن هویج بهت نشون میدن وقتی میای جلو با چوب میزننت، بعضیا برای سگ اینو میگن، میگن هویج بهش میدن کار میکنه نمیدونم فلان. نه بمانه بستنی یا بیلاق. یکی یه ویدیویی برای من فرستاده بود، گفت آقا ببین حالا که ایران کشورهای دیگه نمیرن به عنوان توریست، این چینیا میرن، ببین مردم ایران چجوری با توریستا رفتار میکنن. یه بستنی فروشی رو نشون میده، این دختر خانم جوان چینی میره اونجا بستنی که بهش میدن، این داره لیست میزنه به صاحب مغازه اینجوری میکنه. آقا این صاحب مغازه عصبانی، داد بیداد، فوش و فضیحت که این چه کاریه، من به تو بستنی دادم به این خوشمزگی تو به من بیلاخ میدی. یادتون باشه بیلاخ رو کجا استفاده کنیم؟ تو ایران ما کلمه یه چیز نداشتیم، ولی انگشت برای فوش دادن همه انگشت ها استفاده میشد. حالا تو آمریکا این انگشت بده، این انگشت خوبه، این یعنی موفق باشید، اوکی و هزار تا چیز دیگه. خب اینم از این ماجرا. دوستان اون روز هم گفتم اگه تو خونه کار میکنید یا بعد از این ماجرای کووید بیشتر تو خونه هستید، حتما کفش بپوشید. حتی اگه نمیخواید مثلا کفشایی که موکتتون خراب میکنه، چوب چیز رو خراب میکنه، کفشای سپورت بخرین، ولی حتما پاشنه داشته باشه که اینجوری اون مشکل آشیل پا و اون مشکل ماهیچه و پادرد و اینا نگیرین. فکر نکنید ما اصلا تو شب با دمپایی را میریم فکر کنیم خیلی خوبه، نه، با کفش بهتره. کفش بپوشید که پادرد نگیرید. و فیلم آخرین بار کی سحر رو دیدی؟ اونم یه فیلم خوبه که نگاه کنید. اینا رو از هفته قبل دارم، ولی گفتم دیگه نمیخوام بهتون بگم فیلم نگاه کنید. اون ماجرای ایران یا پرژیا نظر شما چیه؟ یه فیلمی هم بود به نام حاجی واشنگتن که انتظامی بازی کرده بود، عزت الله انتظامی، فیلم خوبی بود. و اما شما شنیدید که کانادا استرداد مسترد کردن، برگردوندن، دیپورت کردن، میخواد یه پیرمرد ساواکی رو به ایران تحویل بده. خب حالا منتظر دادگاه حمید نوری هستیم، بعدم بشینیم منتظر دادگاه این ساواکیه تو ایران. و واقعا من نمیفهمم این کشورها چیکار میکنه. ماجرای اینجا مادر ستار بهشتی به کجا بالاخره ختم شد؟ دروغ بود، راست بود، حق با کی بود؟ اینم تو ایران خرطوخر معلوم نمیشه کجا به کجاست، نقل کجاست. اینم خط بزنیم. ولی از این که افرادی مثل مسیح علی نژاد، دیگران از این بیچاره هایی که داغ دیدن سوء استفاده میکنن، هیچ حرفی توش نیست. بزرگترین سوء استفاده چی؟ محمد نوریزاده. هر جا آشه این نوریزاد فراشه، و هر مکافاتی یه جا باشه این میره. این بدبخت ها توی حالت عصبانی و اینها از عصبانیت اونا سوء استفاده میکنه و برای خودش هی میخواد اعتبار کسب کنه. حالا این اعتبار به کجا رسوندتش من نمیدونم. من دو بار با این مردک مصاحبه کردم، اصلا داشت حالم بد میشد از اینجوری صحبت کردنش و دروغ گفتن. و این خودش یکی از همون آخوندا بوده که حالا چون اونا از سفره گذاشتنش کنار اومده این حرفا رو میزنه. اینم از این. خانم شیوا محبوبی یه توماری فرستاده بود که 1500 نفر امضا کردن و من میخواستم در برنامه نشون بدم. بهشون گفتم خانم این لینک نداره، خود من میخوام امضا کنم. گفت نه لینکشو نمیخوام بذارین، فقط میخوام مردم بدونن. گفتم یعنی چی؟ اینم کارهای دوستانی مثل خانم شیوا محبوبی که فکر میکنن دارن یه کاری انجام میدن، ولی حقیقتا بلد نیستن اون کار رو چگونه انجام بدن و همین خاطر 40 ساله دارن در جا میزنن. و اما عکس پسته، اینجا نوشتم عکس پسته، عکس سفره، بذارید ببینم کجاست این پسته و سفره و اینا. و گاد رو نشون دادم، اینو پاک کنم. دیگه چی رو نشون دادم؟ آها توتو که بهتون گفتم، این اینه، حتما یادتونه این سیاهه نه سفیده. سفیده که میدونی یه پولدار انگلیسیه، سر نمیدونم این کتاب ویرجین ایرلاین و اینا هست. این سیاه پوسته نگاه کنید، این همون اسقف اعظم، بهشون میگن آرچ بیشوف. و
اسمشم چی بود؟ دزموند توتو، آرش بیشوف آف ساوت آفریقا، امروز در 90 سالگی رفت. و اینم از این، اینم از این، کاغذها رو دارم جابجا میکنم، ببخشید اگه صدایی میاد. و اما اینجوری 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 دارم اینا رو یکی یکی میزنم بره. مادر ستار بهشتی خط بزنیم بنده خدا، امیدواریم که این بنده خدا نذاره ازش سوء استفاده کنن. بچه ها اینم یه عکسه، بذارید احتمالاً توی این یک 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 گذاشتمش. هر چیزی رو هی یه جایی میذاریم، هفته دیگه میگیم نه بهتره اونجا بذاریم، وقتی میذاریم میبینیم که بعد از بدتر شو. بچه ها، آهان، من توی صحبتام همیشه گفتم دوستان بچه ها رو درگیر مسائل سیاسی نکنید. نگاه کنید الان یه عکس رو آوردم اونجا، ببینید چه شکلی شد. ببینید قبلش من عکس اون اسقفه رو نشون دادم درست بود، ولی عکس این بنده خدا این پسر رو که نشون میدم تصویر اونجوری میشه. نگاه کنید من اینو براتون بیارم اینجوری بهتون نشون بدم. گفت از اون ور نمیری از این ور. کامرای دو، کامرای سه. دوستان حتما دیدید چه حزب اللهیا، چه شاه اللهیا، چه چپیا، چه راستیا توی تظاهراتشون بچه ها رو میارن. خب احتمالا کسی رو ندارن از بچه هاشون مراقبت کنه، هیچ اشکالی نداره، ولی بچه ها رو بهشون پلاکارت بدی، ازشون به عنوان چوب پلاکارت استفاده کنی، این ماکسیموم نامردی، نازنی، ناانسانیت. این بچه با این موهای بلند و با این وضع اوضاع، معلم عزیزم تو پتوفنگ نداری، دانش آموز که داری، حمایتت میکنیم. اجرای رتبه بندی، اجرای همترازی بدون حق بازی. ببینید شعارا رو برداشتن نوشتن دست این، اینه که به جایی نمیرسیم. آقای معلمین عزیز، بنده هم یکی از شماها بودم، میدونم حقوقتون کمه، ولی این خربازیه، این خربازی ها رو در نیارین، از بچه ها سوء استفاده نکنین. ده تاتون وایسید جلو مثل یک سپر آهنی. خب این بچه ها کجا بود؟ آها، سفره یا نوشتم سرفه. عجب، ببینم حالا سرفه است یا سفره است. سرفه. آها، این یه ویدیویه. اون روز بهتون گفتم همین جوری، ولی دوست دارم بهتون نشون بدم. یه لحظه اجازه بدین، مقصد الان که ایام کووید هست و خیلی ها هنوز به اصطلاح ترس و وحشت رو داریم که به جا هم هست، باید رعایت کنیم. بعضیا از این ترس و وحشت ما سوء استفاده میکنن. بذارید من اینو باز بیارم اینجا، کامرای سه رو به شما نشون بدم و این رو هم اینجوری کنم که شما قسمت بیشتری رو ببینید، بیشتر متوجه بشید و حالا روشن میکنید. اگه شما تو مترو یا توی قطار سوار باشید یه همچین برخوردی رو ببینید، بعد به طرف چی میگید؟ خب هیکلش هم که گنده بود مثل قولک. حالا من نمیدونم وقتی دو سه نفر اول بلند شدن چرا نرفت اونجا بشینه، وایساد تا همه بلند شد رفت نشست جای مردا. بعد اینجوری خیلی معمولی قیافه در آورد که یعنی چیه. خب یک ایرانی رو هم نشون بهتون دادم، توتور هم بهتون نشون دادم، توتو. و ساعت ببخشید 3:23 است. یکی دو تا عکس دیگه بهتون نشون بدم. پس سرفه درست بود، ویدیوی سرفه بود. ایرباد اند ترنسلیت. آها، من در برنامه قبلی راجع به این گوشیایی که شما میذارین که دیگه تلفنتون دستتون نباشه، که من پیشنهاد میکنم حتما همچی کاری انجام بدید، یکی از دوستان تماس گرفت گفت که پدر من میگه که شما یه گوشی دارید اینجوری اینا. گفتم این برای تلفنه، ولی من اتفاقا یکیشو دارم که هم برای تلفنه هم برای کامپیوتره و اینا. میگن خوبه دیگه، شما موج و این چیزای تلفن رو نمیگیرید. البته یه نفر میگفت بهترینش اینه که شما همون سیمدارا رو استفاده کنید.
چون تلفن اینجاست، این با سیمه. چون بالاخره وقتی وایرلس میگیرید بدون سیم، دوباره بین اینو بین تلفن شما یه سری موج باید رد و بدل بشه که این موجها بیشترشون همون کار مایکروویو میکنن، مغزتون رو جوش میارن. مواظب باشین. اینم از این ماجرا. اینم خط بزنم. خیلی امروز مرتب عمل کردم. خب گره میهم یه چیزایی نوشتم، ما نوشتم گره. آها اینم گره. میخواستم اون دوتا پیام این مرد که احمق رو برای بهبانی معتاد بفرستم، بعد گفتم اصلا ارزش نداره، ولش کن. دوستان شما چقدر دعا کردین پیش خودتون یا این دعا رو شنیدید؟ دعا کنید خداوند متعال همه گره ها رو باز کنه. حالا یه دوستی این عکس رو گذاشته بود، گفته بود واقعا منم میشینم دعا میکنم که همه گره ها باز بشه. حالا شما هم برید دعا کنید که خداوند متعال همه گره ها رو باز کنه. اینم نوشته بودم اینجا گره، اینو بهتون نشون بدم. و حالا بیایم بیرون از گره. بی تربیت بازی حد و حدودی داره. بس. خب اوکی، گره رو دیدیم. دیگه چی؟ عکسا رو دیگه قشنگ اسمم گذاشتم. و پسته، من ببینم پسته چیه. پسته بزنم ببینم میاد. آها این جالبه، ولی من هرچی میخوام قبول کنم نمیتونم، چون مخصوصا پسته و این چیزایی که نمک داره، من فکر نمی کنم کسی تو ایران اومده باشه همچین. اگر دلت کشید و پول همراهت نبود، بردار به حساب من، تو خودمی، یا به قول شیرازی ها تو خودمی. چی نوشته نمیدونم چی تحریم نکن، یه چیز اینجوری، مدیریت فلان اسمش نوشته. من فکر نمی کنم همچین چیزی تو ایران باشه. ایرانی که به اصطلاح کلا سر هم میذارن، کاسبه چیزای مندو و کهنه رو قاطی میکنه با چیزای معمولی و اینها، فکر نمی کنم. ولی خب اب نداره، ممکنه اینو بذاریم یه جایی. یه نفر ما دیده بودیم، مثلا یه نفر نون چیز گذاشته بود، نون سلواتی، گفته بود نون ببرید سلوات. یا یه نفر گفته بود دوستان اگه کسی میخواد کمک کنه پول بده، ما اینجا نون به مردم مجانی میدیم. خب این آقای گوددی، thanks for your order. بله همین امروز ما پول دادیم برای یک سال دیگه تلویزیون مردم دومینش و اینها به اصطلاح تمدید و تجدید بشه. اینا مخارج مان. ما نه با ستلیت خودمون رو اسیر کردیم که احتیاج داشته باشیم نمیدونم آقای ایرج مصداقی و دیگران ما رو این بر اون بر ببرن، که حالا خود ایرج مصداقی هم حرف ها در بارش هست و اونایی هم که اینجا حمایت میکنن بارها بهشون گفتیم که به اصطلاح این تلویزیون از سال 2003 تا 2006 فقط و فقط به هزینه خود من، و اون موقع ما پول استریمینگ میدادیم ماهیانه. بعد 2006 یه چیزی خوندم که حرف مفت دیگه بسه. گفتم اگه کسی برای حرف خودش ارزش قائل نیست، من چرا برای اون ارزش قائل باشم؟ یعنی من وقت بذارم اونا بیان مجانی صحبت کنن؟ نه آقا، شما یه کاغذی میخوای بدی چاپ کنی، بنویسی بابات فوت شده، باید اینو بنویسی ببری بدی چاپخونه چاپ کنن، بعدم بچسبونی اینور اونور. ما برات داریم این کارا رو انجام میدیم، شما باید یه هزینه کمی پرداخت کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. پسترم نشون دادم، اینم خط بزنم که هفته دیگه دنبالش نگردم. و اما عکس حج، حالا نمیدونم اینو چی نوشتم، یه دقیقه دیگه بمونده یا شادم زودتر بریم بهتره، چون صبح تماس گرفتم، صبح نه بین دو تا برنامه تماس گرفتم با آقای مهران نژاد و همه چیز درست بود، ولی به این دستگاه های فیسبوک و اینا هیچ وقت اطمینان نکنید. میگه که این جالبه، اینو باید بخونیم و امیدوارم این عمل انجام بشه. من یکی از اونایی بودم که فکر کردم خمینی وقتی میاد با این مشکلاتی که با عربا داره، اولین کاری که میکنه میگه حج و مج و بریزین دور و هر کسی یه توالتی، یه بهداری، یه مدرسه‌ای برای همسایه و فلان اینها.
حجاج تبریزی، حجتان مقبول. دومین گروه حجاج تبریزی نیست که قرار بود امسال به حج بروند، مثل حاجیان یزد منصرف شدند. انصراف 400 نفر دیگر از هموطنان تبریزی جای تشکر و قدردانی فراوان داره. ضمناً هزینه سفر حج این گروه جهت تهیه جهیزیه 50 نوع عروس صرف خواهد شد. حاجیان استان تبریز زیارت قبول، حاجی واقعی شمایید. اگر حقیقت باشه ما به اینا تبریک میگیم. حالا خرج جهاز را هم یه کاری بکنید که این عادت زشت هم از بین بره. پول نمیدونم شیر و خرج جهاز و شمایی که هی میگین این عقد ایرانی توهین هست به خانوما، خب اول بیاین شما چیز رو از بین ببرین، همین جهاز و مهاز و پول شیر و این چیزها رو از بین ببرین. بله جهاز که بابای عروس میده. بذارید ببینیم ریدایل آقای، خب این میگیریم، این اینم میگیریم، این حالا ببینیم علاو. این صدای خیلی خوشم نمیاد. آقای مهران نجات اگر صدای من رو میشنوید دوست عزیز تماس بگیرید. نمیدونم چه ببین الان من تصویر شما رو ندارم، احتمالا با تلفنتون وصل شدید. این ویدیوتون رو ندارم، من قطع میکنم شما به من زنگ یا نگه میدارم ببینید ویدیو رو میتونید اکتیف کنید. آهان حالا اومد، خیلی هم خوب. شاخ شمشاد آقای مهدی مهران نژاد. دوستان اجازه بدید من تصویر ایشون رو بدم به سیستممون و با هم بیایم خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. خب آقای مهران نژاد هم اینجا با ماست. خب آقای مهران نژاد جانم، باور کنید ما هیچ چیزی رو اینجا دست نزدیم. من حالا که شما گفتی، اولا اگه برنامه من رو روشن گوش میدادید اونو کاملا خاموش کنید، نه که فکر کنید حتی صداشو کم کردید، اونو خاموش کنید. آره این یکیه. و اگه اکو رفت شد شما باید یه نهار برای من بخرید، چون منو مجبور کردین دستگاه ها رو چک کنم. آره من دوستانی که میخوان مهمون برنامه باشن براشون می‌نویسم که حتی المقدور از اسکایپ استفاده کنیم و تمام پروگرام‌های دیگر رو خاموش کنیم، چون دوستان با وجودی که شما صدا رو قطع می‌کنی ولی صدا توی سیستم هست. الان چی؟ الان خوبه؟ الان صدای شما خیلی عالیه، دارم به صدای خودم هم گوش میدم، نه انعکاس صدا نیست. خب خیلی یعنی خوبه. بله خوبه. دوستان من ساکت میشم. آقای مهدی مهران نژاد یه چند تا سوال. آقای مهران نژاد ما راجع به کتاب شما و به اصطلاح اینکه این هفته با شما هستیم صحبت کردیم و متاسفانه چند نفری که تماس گرفتن هیچ کدومشون کتاب شما رو نخوندن. میدونم ایرانی ها اهل کتاب خوندن نیستن، ولی به نظر میاد فراهم کردن کتاب شما هم به همین آسونی نیست. من روی گوگل زدم دیدم و اون لینک رو هم میذارم که دوستان اگه خواستن برن. شما به نظر من شما و ناشرتون باید یه راه بهتر پیدا کنید، ولی سوالاتی رو که این دوستان کردن ما به عنوان احترام از شما میپرسیم. حاضرید قربان؟ اولی که فرمودید متاسفانه من خیلی خوشحالم، این که خبر خوشی بود. بقیه مطالبم بعد حاضر هست. نه متاسفانه این که یعنی ایرانی ها کتاب نمیخونن. آه اون دیگه تقصیر من و شما. از روز ازل اینجوری بوده. راستی چرا اینجوریه آقای مهران نژاد؟ شما که به اصطلاح دستی در خوندن و تاریخ و اینا دارید، چرا ملت ما کمتر میخونن و بیشتر دوست دارن حالت موعظه و به اصطلاح اینجوری باشه و گوش بدن؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید آقای سوری من فکر میکنم، حالا از من سوال میکنید، من میتونم فقط نظر خودم رو بگم. اصولا ایرانی ها اینطوری که من میبینم مستشرقین، مسافرهایی که به ایران مسافرت کردن، سیاست مدارا، سفرا و غیره، اکثرا مشاهداتشون که از ایرانی ها نوشتن، متاسفم که این رو بگم که خیلی روی مسئله مادیگرایی در مورد ایرانی ها صحبت کردن.
یعنی پول دوستن، پول دوست و ما دیگرایی با معنویت زیاد میونه خوبی نداره. خب این که عیب نداره دوستان اسرائیلی و نه دوستان اسرائیلی و یهود، همون میخوام بگم دوستان اسرائیلی و یهودی هم مادی پرست هستن ولی اونا کتابخون هم هستن. ما بله اونا دیگه به قول مرحوم دکتر هروی گردنهایی رو رد کردن که لابد ما هنوز رد نکرد. آقا یادت هست دکتر هروی واقعا یادش گرامی. بله خدمت شما عرض میکنم که 20 سال پیش با شما تماس میگرفتم. بله شما منو میبرید به اون دوران، شما منو میبرید به اون دوران، ممنونم از شما. خب این مشکل ما که ماده به اصطلاح مادی هستیم و پول پرستیم و نمیریم پول بدیم یه چیزی بخونیم. حالا من یه چیزی به شما میگم، چیزای مجانی رو ما نمیخونیم. اون دیگه چرا؟ برای اینکه همین میخواستم جمله رو اینطوری تموم کنم. ماده گرایی باعث میشه که بریم اگر مدرسه ام بریم درس ام بخونیم، میریم درس بخونیم که یه شغل. از قدیم به ما گفتن دو تا رشته و یا برو طرف مهندسی یا پزشکی. چرا؟ به خاطری که فقط پول تو این کاراست. بله بله. خب حالا شما مهندسی یا رشته به اصطلاح فنی و اینا رو خودتون رفتین، ولی من واقعا دلم میسوزه برای دکترا. واقعا دلم میسوزه. میدونم پدر مادرهاشون خوشحالن که اینا دکتر شدن و ما هم ممنونیم، مخصوصا تو این شرایط کرونا، ولی زندگی خیلی مشکلی دارن ها. یعنی حتی از دکترای داخلی و معمولی که حساب کنیم تا جراحا زندگی خیلی مشکلی دارن. من اینجا از اونها تشکر میکنم. بیاین سر این داستان کتاب شما، ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. من از این دوستان میپرسم شما این کتابو خوندید؟ میگن نه آقا لازم نیست بخونیم. خودش منظورشون به شماست، خودش روش نوشته ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. بعد منظورش اینه که انقلاب اسلامیه، منظورش اینه که اینایی که صحبت میکنن دروغ میگن، به اصطلاح اگزاجوریت گزافه‌گویی میکنن. شما یه بار دیگه راجع به این تیتر و تایتل بحث برانگیز کتابتون صحبت کنید لطفا. خیلی ممنون. من آقای سربی پشتوانه این کتاب 60 سال مطالعه خودم رو دارم. نویسنده نیستم، مورخ نیستم، ولی 60 سال مطالعه کردم در کنار کار تحصیل خودم، جدای از تحصیل. همیشه عاشق تاریخ ایران، فرهنگ ایران، ادب و ادبیات، شعر فارسی، موسیقی ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی و آنچه و تشیع مخصوصا که پایه ای از فرهنگ ایرانیه. همه اینا رو با هم ادغام کردم، یه مجموعی از خودم درست کردم، اینی که هستم. بنابراین 60 سال مطالعه پشتوانه این کتاب دارم. یه نفر که میگه که نه آقا این کتاب خوندن نداره، نمیدونم اینم عامل جمهوری اسلامی فلان، کسی که یه همچین ادعایی میکنه چقدر پشتوانه پشت صحبت خودش داره. این یه نکته. و اما در مورد این سوالی که برمید چرا اسم اولا که اسمش هست انقلاب اسلامی ایران، به خاطر اینکه اسلامی بوده. وقتی که یه تاریخ‌های من دفعه پیش که با شما صحبت می‌کردم چند تا تاریخ به شما دادم که الان نمی‌دونم کجا نوشتم که از اون نشونتون بدم. آقا تصویر شما رفت، بذارید من ببینم از اینجاست یا از اونجا. اجازه بدین کامرای 3. بله فیسبوکمون وصله. آها درست، من هیچ تغییری به جایی ندادم. نه درست شد، درست شد. بله عرضم به حضورتون که شاه در آبان ماه سال 1356 اومد آمریکا و با کارتر جلو کاخ سفید یک تظاهرات خیلی بزرگی هم علیه شاه شد که پلیس دخالت کرد. عرضم به حضورتون که گاز اشک‌آور پخش شد، حتی چشم شاه هم اشک اومد. من اونجا یک عکسی که عرض کردم خدمتتون، این آبان ماه 1356 یکی از پوسترهایی که بالا کرده بودن دانشجوهای علیه شاه، سه تا عکس بود، عکس مرحوم دکتر مصدق، امام خمینی و دکتر شریعتی. من خب چون به خاطر مطالعات میشناختم، ولی اون روز هنوز هیچ صحبتی نبود،
کنجکاو بودم رگه های اسلامی بودن این حرکت رو دیدم و فکر میکنم شاه هم وقتی نگاه کرد بخور دکتر شریعتی که عددی نیست، دکتر مصدق هم که رفته، من باید یه جواب دندون شکنی به شخص به این شخص سوم بدم. خب کارتر دهم دی 1356 رفت ایران بازدید شاه تو همون سفری که گفتش که ایران جزیره ثبات. ببخشید شخص سوم من منظورتون آقای خمینیه؟ نه، کارتر رفت دیدن شاه و به شاه گفت که ایران جزیره ثباته با شاه در ایران. آقای مهرانشاه قبلش شما گفتید که شاه گفت فلانی که مهره‌ای نیست، اون که عددی نیست. ها اینو من خودم دارم میگم که شاه با دیدن اون پوستر در تظاهرات اینطوری فکر کرده. اینو من دارم میگم. بله. نقل به مضمون. اوکی. بنابراین ولی من به نظر شما منظور شاه کی بود که باید حساب سومی رو ببینیم چه خبره؟ سومی دو امام خمینی بود. میگم اوکی. همین من همینو می‌خواستم. بله. یک پوستری بردن بالا که سه تا عکس روش بود. بله. مصدق، شریعتی، امام خمینی. بله بله. و اینجوری. خب کارتر دهم دی اومد ایران و 17 دی یعنی درست یک هفته بعدش که 17 دی هم میشه روزی که رضا شاه کشف حجاب کرد در ایران. بله. اون مقاله‌ای که احمد رشیدی مطلق در اطلاعات روزنامه اطلاعات نوشت و به امام خمینی جسارت کرد. خوب ملاحظه فرمایید اون روز که این جسارت رو کرد قم شلوغ شد و آغاز انقلاب اونجا بود. بنابراین ردپای تشیع و اسلامیت رو در این انقلاب شما خیلی راحت می‌بینید. و یکی از نکات خیلی جالب و حساس اینه که اسم انقلاب از انقلاب اسلامی ایران، یعنی هم انقلاب ایرانه هم انقلاب اسلامیه، یعنی هم یک انقلاب ملی مردم ایرانه و همین که یک انقلاب جهانیه. و واقعا می‌بینیم که در این 42 سال جهان اسلام رو متحول کرده، حالا در جهت مثبت در جهت منفی دشمنان هم البته میریزن وسط سوء استفاده میکنن، کاری نداریم. من میخوام سوال شما رو جواب بدم که چرا اسلامیه. و جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که حتی اگر برگردیم به زمان مصدق هم مادام که دکتر مصدق با آیت الله کاشانی در یک جبهه بودن موفق بودن، وقتی که اتفاق و اتحادشون از هم پاشید کل جنبش هم از بین رفت. و وقتی که برگردیم باز عقب به انقلاب مشروطیت مراجعه بکنیم میبینیم آیت الله بهبهانی، آیت الله طباطبایی، اینا سردمداران و رهبران انقلاب مشروطیت بودن. از اون زمان هم که بریم عقب‌تر جنبش تنباکو در زمان ناصرالدین شاه قاجار، میرزای شیرازی با تحریم تنباکو ایران رو متحول کرد. از اون هم باز بریم عقب‌تر تا خود زمان صفویان که شاه اسماعیل صفوی 500 سال پیش با تکیه بر تشیع ایران نوین را پایه‌گذاری کرد. قبل از اون ایرانی نبود. بعد از شکست ساسانیان از اعراب واقعا ما ایرانی نداریم، اگرچه داریم صفاریان، طاهریان، سامانیان، یک حکومت‌های محلی محدودی بودند، اینا حکومت ایران نبودند. بعد هم که دیگه ترکان سلجوقی، ترکان غزنوی، ترکان خوارزمشاهی، بعد هم مغولا. اینه که ما ایرانی نداریم. ایران رو شاه اسماعیل صفوی با تکیه بر تشیع بنیانگذاری کرد. حالا بعضیا فکر میکنن که شاه اسماعیل تنها کسی، نه، قبل از اون هم عضدالدوله دیلمی که میشه حدود 1100 سال پیش با تکیه بر تشیع بر ایران حکومت کرد. این سوابق تشیع در ایران که نمیتونیم نادیده بگیریم و متاسفانه
جمهوری اسلامی هم خوب عمل نکرده که نشون بده که این پایه‌های فرهنگی، پایه‌های تاریخی چیزای سستی نیستن. اینا پایه‌های اصلی انقلاب هستن. بسیار جواب سوال شما دارم. گرفتم جواب. ممنونم از شما. اتفاقا سوال بعدی خود من اینه که خب من و شما آمریکا زندگی میکنیم، اینجا با وجودی که حکومت ها میان میرن عوض میشن، خود ما به هر کدومشون هم که رأی داده باشیم باز حق انتقاد داریم و از کارهای خوبشون تشکر میکنیم، از کارهای بدشون انتقاد میکنیم. شما فکر میکنید این حکومت اسلامی ایران تو این 43 سالی که گذشت کارنامه شفاف و خوبی داره؟ قبول شده، تجدید میشه، رد میشه؟ شما چی فکر میکنید؟ باور بفرمایید من انقدر توی خود انقلاب غرق هستم که هنوز درست حسابی فرصت نکردم این 43 سال گذشته رو روش مطالعه بکنم، ولی خب میدونم که نارسایی بسیار زیاده، ناهنجاری خیلی زیاده، عرضم به حضورتون فساد در ایران خیلی بیداد میکنه، بی اخلاق، اینا رو میدونم. چیزی نیست که بخوام چتمان بکنم یا مثلا دفاعی چیز بکنم، نه. اما در کنارش یه نکته خیلی مهم عرض کنم خدمت، همین حکومت با همه ضعف ها و با همه ناهنجاری هایی که داره یک حکومت ملی و برخواسته از دل ملت ایران. بسیار ممنونم. اگه دوستان کسی بخواد با شما یک بحثی به صورت مناظره داشته باشه، شما حاضر هستید با کسی مناظره کنی؟ والا مناظره یعنی اسم خواهد دادم کشتی بگیره طرف رو بزنه زمین. نه اون که کشتیه، مناظره مناظره است. و هر کی سوالی اگر اول کتاب رو بخونه و با کمال میل من جواب سوال رو میدم. بله بله. خب دوستان اگر کسی مایل هست اول باید کتابو بخونه، بعد بیاد مثل سوربی بگه آقا صفحه 340 شما درباره اون زبانزد معروف قرم قرم که چجوری اتفاق افتاد و اینها، و شما باور دارید که این تلویزیون‌ها و رادیوهای بیگانه حقیقتا دارن تو گوش ملت قرم قرم میخونن و آمادهشون میکنن که بهشون توهین بزرگ قرم ساق رو بگن و انجام بدن، و مردم هم متاسفانه یه جورایی آروم شدن و به این قرم ها عادت کردن. اینو یه مقداری برای ما بیشتر باز کنید، توضیح بدید لطفا. عرضم به حضورتون که این کتاب عبدالله مصطفیه که براتون صفحه 110 رو میارم میخونم، اداوت رجال و سیاسیون بزرگ انگلیس نسبت به دین اسلام، تاریخیست لورد گلادستون صدر اعظم آن دولت در کرسی نطق مجلس اعیان قرآنی از بغل خود در آورده به حضار نموده و گفت تا از این کتاب آسمانی در عالم اسمی باقی است ما نباید به دوام و بقای مستملکات خود مطمئن باشیم. ببینید اینا ریشه داره، ریشه های عمیق. عبدالله مصطفی شخصیت قابل احترامیه و مطالبش هم مستند محکمه. این سبکشناسی ملک و شعرهای بهاره، خدمتون میخونم یکی که ازش. در مورد نویسندگان ساده نویس از جمله راجب میرزا آقاخان کرمانی مینویسه، میگه این جوان از مردم کرمان بود، در ایران نتوانست بماند، به استانبول رفت و چه با دختر میرزا یحیی صبح ازل ازدواج کرد در استانبول و فلان و فلان، و فکر ضد عرب در ایران از او نشأت کرد. صفحه 373 جلد 3. ملاحظه فرمایید ما ایرانیا با نداشتن آگاهی همینجوری سطحی گوش به ماشین تبلیغات میدیم، هرچی توی کلام میکنیم. خب من اینجوری هیچ وقت نبودم، از بچگی هرچی شنیدم گفتم بذار برم ببینم حقیقتش چیه، ببینم داستان چیه. اینی که میگم 60 سال مطالعه، از بچگی رفتم دنبال مطالعه، هیچ وقت هیچ چیز از تاریخ نپذیرفتم. حتی خودتونم در یکی از برنامه‌ها به من یک اعتراض، یک سوالی داشتید که چطور اونجا میگی که کتاب سوزی تیزفون دروغه ولی آتش سوزی که انوشیروان عادل کرد درسته؟ من نگفتم درسته،
بلکه دو تا آتش سوزی رو کنار هم گذاشتم و قضاوت کردن رو گذاشتم دست خواننده. اگر میخوای بپذیری هر دو رو بپذیر، اگر میخوای رد کنی هر دو رو رد کن، اما اگر واقعا درستشو میخوای برو مطالعه کن. اگر بری مطالعه بکنی میبینی کدوم راسته و کدوم دروغ. اینا احتیاج به مطالعه، اینا احتیاج به وقت صرف کردن داره. مردم معمولی بدون مطالعه، چون مطالعه کردن مسئولیت داره، باید وقت بذاری، زحمت باید، باید چشات دور از جون شما، چشات بزن کور بکنی تا چیزی دستگیرت بشه. و مردم نمیخوان این کارو، راحت گوش میدن، هر چی شنیدن میپذیرن. این ریشه های ضدیت با اسلام، البته من آدم همچین مذهبی هم نیستم که میخوام از اسلام دفاع کنم، خیلی من از فرهنگ ایرانی دفاع میکنم و یکی از پایه های فرهنگ ما اسلام و تشیعه. همونقدر که من از تشیع دفاع میکنم از موسیقی ایرانی هم دفاع میکنم، از سعدی و حافظ هم دفاع میکنم. خلاص فرمودید. یک نکته دیگه، کتاب علی دشتی نقشی از حافظ، صفحه 129. در این اواخر که چشم و گوش ما به تمدن اروپا باز شده و مفهوم سعی و عمل دامنه وسیع پیدا کرده است، انصاف باید که در مقایسه با ملل اروپایی ما مردم تنبلی هستیم و چه و چه. و مؤثرترین دوای درد اجتماعی را در این تشخیص داده و میدن که مردم را به کار کوشش تشویق کنند. این فکر که اصولاً صحیح و غیر قابل انکار است، بسیاری از متجددین سطحی ما را به این اشتباه انداخته که این گونه اشعار حافظ که مردم را از افون طلبی باز می‌دارد مشوق پیدایش سستی و لاابالیگری و غیره است. نخستین اثری که از این شبهه که به خاطر دارم در مطبوعات منعکس شد در روزنامه زبان آزاد بود که امتیازش فلان و فلان در سالهای 1297-98 بابی باز کرده بود عنوان مکتب سعدی و حافظ، مکتب فردوسی. خلاصه کنم، در اینجا داره توضیح میده که بعدها حدود 17-18 سال بعد این فکر مبارزه با این وضع از طرف مرد فاضل و محققی تعقیب شد، سید احمد کسروی رو داره میگه، که قوه دماغی وی در مجرای تنگ و محدودی افتاده بود و استطاعت نداشت با نظری وسیع تر به قضایای اجتماعی نگاه کند و جهات و جوانب مختلفه آنها را ببیند. این مرد فاضل و شریف که شخصی که سرنوشت شومی در کمین داشت، مرحوم سید احمد کسروی بود. و کوتاه میکنم، منظور بزرگان ما هم کسروی بهترین تاریخ مشروطه ایران رو نوشته، ولی با این حال به بیراه رفته و یه کتابی نوشته در ذم تشیع و سلسله صفویه رو با اون کتاب شیخ صفی و تبارش به شدت کوبونده. و من فصل هشتم این کتاب اتفاقا مطالعه نوشتم راجع به کسروی که انشاءالله شما مطالعه فرمودید. خیلی ممنونم از شما. این آخرین سوال من از شما اینه که درباره تخت جمشید و تخت داریوش شما یه قسمتی نوشتید، منظورتون چیه؟ میخواین اینا رو به اصطلاح رد کنید یا اینکه میخواین بگین اشتباهاتی در تاریخ و سالها و به اصطلاح اینها بوده؟ خیر، اتفاقا دفعه پیشم شما یه سوال دیگه در همین مورد فرمودید که چطور که اسم کوروش در شاهنامه نیامده، در خیلی جاها نیامده، در کتاب‌های تاریخ قدیم ایران مثل حمزه اصفهانی، ابو ریحان بیرونی از قرن 8-10 قرون سابق اصلا هیچ اسمی در متون فارسی از هخامنشیان و کوروش اینا نیامده. همه جا صحبت از پیشدادیان و کیانیان هست و من اتفاقا اینو به عنوان یک نکته برای کنجکاوی مطرح کردم که ما وقتی از تخت جمشید اسم میبریم میگیم تخت جمشید. جمشید یه اسم شاهنامه ایه، در صورتی که وقتی که میگیم تخت جمشید منظورم پرسپولیس که وقت
تبنید میشه به داریوش. پس یه ارتباطی باید بین داریوش و جمشید باشه، کما اینکه همینطور که شما فرمودید در شاهنامه از کوروش اسم برده نشده، به احتمال قوی ایرانی ها برای خودشون در مورد هخامنشیان از اسامی کیانیان و پیشدادیان استفاده میکردن. بسیار ممنونم. پشت کتاب شما هم به انگلیسی نوشته شده که Propaganda Machine Against Islamic Revolution of Iran، و توضیح فارسیش این هست که کتاب حاضر پژوهشی تاریخی، سیاسی و اجتماعی درباره شناخت انقلاب اسلامی ایران و ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی آن در میان مردمان سرزمین کهنسال ما می باشد. همزمان با شکل گیری انقلاب، ماشین تبلیغات دشمنان ایران نیز ناسازگاری خود را اعلام و ستیزه‌جویی با آن را در آغاز آغاز کرد که روز به روز ابعاد وسیع‌تری هم می‌یابد. نظر به این که مؤلف در پژوهش خود با بیانی مستدل و قلمی شیوا این ارتباطات را نشان می‌دهد، خواندن این کتاب را به همه هموطنان توصیه می‌کنم. من این پشت کتاب رو به دوستان نشون میدم، ضمناً لینک گوگل رو هم گذاشتم. دوستان با فارسی شما اگر اسم کتاب رو ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران به اصطلاح گوگل کنید، این صفحه میاد. ولی من باز با آقای مهران نژاد پیشنهاد میکنم که یکم ایرانی ها خیلی الان این روزا توی انتشارات و اینها به اصطلاح پیش رفتن، بلدن که چجوری مارکتینگ کنن، بازاریابی کنن. نه اینکه میخوام بگم شما به پول این کتاب احتیاج داری، ولی میخوام بیشتر به اصطلاح مردم با این کتاب آشنا بشن تا بتونیم با اونها هم صحبت کنیم و شما هم اگر دوستی حاضر شد مناظره، نه کشتی، مناظره کنه، به شرط اینکه کتابو خونده باشه. بازم از شما ممنونم و اگر صحبتی دارید بفرمایید، و به این امید که بازم در برنامه‌های آینده که سال آینده خواهد بود 2022 با شما باشیم. و من اگر میدونستم که شما اینقدر کتاب دوست دارید و در همین همسایگی ما هستید چندین سال، یعنی من از اون منزل فیرفکس که آمدم وینا، نصف گاراژ ما کتاب بود و این کتاب‌ها رو همش آقای پتیک مهدسیان لطف کرده بود، با چه زحمتی بسته‌بندی کرده بود و فرستاده بود، و متاسفانه منم یکی از ایرانیانی که بیشتر گوش میدم و بیشتر فیلم و اینا نگاه میکنم تا بخونم، همینجوری مونده بود. ولی خب دیگه با یه دوستی تماس گرفتیم، ایشون گفت من میخوام و ما هم بردیم به تزدا و فعلا در منزل ایشون هست. امیدواریم ایشون هم با دوستان دیگه چیز کنه. خیلی خوشحالم که شما قدم پیش گذاشتید و با ما هستید. خوشحالم که شما رو دیدم بعد از چندین سال، و حرفی اگر برای دوستان دارید، مخصوصا در آخر سال 2021 و در شرف 2022، بفرمایید گوش میدید. امیدوارم که سال جدید مسیحی سال خوبی و خوشی، فراوانی، سلامتی برای همه مردم دنیا باشه. من محدود نمی کنم سال نو مسیحی رو فقط به مسیحیان، بلکه برای همه عالمیان آرزوی خوبی و خوشی و خوشبختی میکنم. از این که من از من دعوت کردید خیلی ممنون و متشکرم، و به امید دیدار در آینده. منم از شما ممنونم، بهترین ها رو برای شما و خانوادتون آرزو میکنم، به امید دیدار. روز روزگار بر شما متشکرم. خوش، مرسی. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با آقای مهدی مهران نژاد بودیم. لینک اون گوگل رو یا سرچ گوگل رو برای کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران رو گذاشتم، و حالا اگه یه وقت هم ایشون تصمیم گیره PDF چاپ کنه یا کتاب رو گویا کنه، باز هم ما هستیم که با شما در تماس باشیم. این برنامه با حسن ختامی که توسط آقای مهران نژاد با شما دوستان انجام شد، به ختم برنامه‌های امسال و سال آینده به اصطلاح و سال 2021 میرسه، و یکی از دوستان نوشته بود حالا راستی راستی آخر امسال میخوای برنامهاتو تموم کنی؟ گفتم نه، هستیم هنوز، ولی من نمیخوام جزو اونایی باشم که همین آقای هروی، یادش گرامی،
که آقای مهران نژاد هم گفتن، دوستان اگه یادشون باشه وقتی داشتن با آقای قائم مقامی رو تلفن رادیو صحبت میکردن از دنیا رفتن. من نمیخوام جلو دوربین از دنیا برم، یا میخوام بالاخره جا بدیم دوستان جوانتر بیان. ضمناً وقتی 4 تا نوه داری، شما یکی از امید و آرزوهات همیشه این بوده که با بچه ها وقت بگذرونی، بعد موقعی که بچه ها هستن شما همش نگران و دنبال پول و دنبال موقعیت هستی تا بتونی زندگی اونها رو تأمین کنی. یه وقت چشم باز میکنی میبینی ای داد بیداد، درسته که زندگی اونها تأمینه، همه خوشبختن، ولی خودت یه چیزایی رو از دست دادی. اینو سعی میکنی با نوهات جبران کنی. من به دنبال اون هستم. در اصل اگه کسی مایل هست مردمریپورت.com یا حتی مردم تیوی رو نمیشه روح الله زم بخواد مفتخوری کنه، میتونه تماس بگیره. خوشحال میشم که اونها هم بیان و به ما هم اجازه بدن برنامه داشته باشیم. اگر مایل بودید و تونستید تلویزیون مردم رو حمایت کنید، چون اون احمق طرفدار اون معتاد، خب اونا که من ازشون انتظار ندارم تلویزیون من رو حمایت کنه، من از شمایی که برنامه ها رو دوست دارید، هم فکر و هم عقیده من هستید، یا شاید هم عقیده من هم نیستید ولی این آزادی بیان رو دوست دارید که اجازه میدید من حرف بزنم، از شما میخوام که حمایت کنید. روز روزگار بر شما خوش و به امید فردایی بهتر و آیندهی روشن‌تر. مرسی، ممنونم که با ما بودید. امیدوارم در سال آینده هم با ما